بینندگان عزیز، باز سلام به شما. امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. در این سال جدید 1400 هر روز یا امروزتون بهتر از دیروز و فردا بهتر از امروز باشه. هوا اینجا بارانیه و همون هوای بهار دیگه، یه روز بارونه یه روز آفتابه. دیروز به شدت هوا خوب بود اینجا و این سعید که بگه تصویر و صدا خوبه، دیگه ما از همه فیلترهای مشکل پسندا رد شدیم. بله آقا، 700 خورده دلار توش گیر کرده بود. یه دوربین پناسونیک 4K خریدیم. البته یه ماهی وقت داریم که اگر نتونستیم پولش رو تهیه کنیم پسش بدیم قبل از اینکه کردیت کارتمون بیاد، و همین دلیل حمایت کنیم. امروز دوستان جمعه هست، 20 فروردین 1400 هجری و برابر است با 9 آپریل سال 2021. امروز یه آگهی میخوام بهتون نشون بدم از پتیک مهدسیان عزیز از لس آنجلس. گو آقا تو رو خدا بگو من از لس آنجلسم، طرف از آلمان و از ایران و از اونور آمریکا زنگ نزنه. گفتم حالا اگه زنگم زد شما باشون یه سلام علیکی بکن، بالاخره اون بنده خودم خوشحال میشه که یه نفر جواب تلفنش رو داده. دوستان چرا این ضرب المثل هست که میگه چوب خدا صدا نداره؟ این سیستممون رو عوض کردیم. اون دوربین رو که آوردیم میبینید الان یکم پهن‌تر میتونیم بهتون نشون بدیم. اون موقع تا اینجا میشد نشون بده، یعنی 4:3، الان 16:9. و همیشه آدم فکر میکنه 16:9 همون 4:3، در صورتی که 4:3 میشه 16:12، ولی اون 16 بر 9. اینا هم واحداشون تو آمریکا خیلی مسخرن. به جایی که همه رو یه مثلا مخرج یا اون یکی بالایی چی میگفتن، صورت یا مخرج هم چیز، یکیش ثابت بگیرن، هر کدومش برای خودشون عوض میکنن. وقتی هم میخوای یه چیز یادشون بدی انقدر چونه میزنن، نه آقا ما سیستم این یاد گرفتیم. یادم میاد سالها پیش به یکی از این راننده هامون گفتم تو که میگی من بلدم، بیا اینجا به من بگو ببینم 9/16 یعنی 9/16 اینچ چقدر 5/8، 5/8 چقدر 3/4. یکم نگاه کرد گفت خب اوکی همون میلیمتری بهتره. در هر صورت very bright picture، برای که اون دوربین قدیمی که ما داشتیم ماکزیمومی که میتونستیم ما بنویسیم 1280 بود به 720، یعنی 1280 پیکسل اینجا 720 اینجا. الان این یکی براتون بخونم که وقت این مستقیم وصل میشه به کامپیوتر، به اصطلاح دوربینای جدید. دوربینای قدیمی باید از طریق یه چیزی که بهش میگفتن دازل، یا از این طریق باید وصل میشد. این میرفت به دوربین اس ویدیو و اینا، زمینان این برای فروش. از این ور وصل میشد به اصطلاح کامپیوترهای جدید که USB بود. قدیما اگه یادتون باشه خود کامپیوترام یه همچین چیزی داشت. این یادم نیست که کجا رو باید نگاه کنم. خود کامپیوترها ویدیو کارتاشون کامپوزیت یا کامپوسایت یا اس ویدیو رو داشت، ولی جدیدن نداره. و برای تبدیل این آنالوگ به دیجیتال باید این کار رو انجام میدادیم. در اصل این اون وقتا 100 دلار بود، الان فکر کنم 30 دلار، 20 دلار. در صورت این و اون دوربین قدیمی رو من گذاشتم برای فروش، اونو زدم 190 دلار. یه نفر اینجا گفته 100 دلار، بهش گفتم 150 دلار بیا بگید برو. اگه کسی از شما میخواد، ولی یادتون باشه اون دوربین کنون GL2 به اصطلاح با تیپ کار میکنه، نه با SD کارت بهش میخوره، کارتای دیجیتالی بهش میخوره، ولی برای عکس گرفتن فقط. اون برای فیلمش یه DVI مینی DV بهش میگفتن. حالا سعید میگه با ما چه غلطی کردیم تا به این گفتیم تصویر خوبه، حالا همه برنامه رو میخواد پوز دوربینش رو بده. و اما چرا چوب خدا صدا نداره؟ از آقای زمانیان پرسیدم، فوری جواب داد. معلومه این از صبح تا از که کار میکرده تو مغازه یا تو فروشگاه تابلو سازی همش داشته شوخی و جوک و اینها میگفته، همه چی رو بلده. در اصل یکم فکر کنید که چرا میگن چوب خدا صدا نداره، تا منم تو این فاصله بتونم آگهی پتیک دوست خوبمون رو که سالهاست حامی تلویزیون مردم هم هست بهتون
نشون بدم. اینجا دوستان خیلی ساده نوشته پتروس 5 ستاره در 5 رشته: نجاری، کاشیکاری، نقاشی، لوله کشی و بتن یا همون سیمان و اینها. و جالبه 7 روز هفته از 7 صبح تا 7 شب به 3 زبان فارسی، انگلیسی و ارمنی با لایسنس. دوستان لایسنس تو آمریکا یعنی همون مجوز، پروانه، یادتونه آویزون میکردن میزدن به دیوارا. من خودم تو هنرستان که درس میدادم، اونایی که میخواستن مغازه الکتریشیان اینا باز کنن میومدن ما بهشون پروانه کسب، یا نه ما بهشون مجوز میدادیم، بعد میرفتن از اداره نمیدونم چی پروانه کسب میگرفتن. در صورت ایشون نوشته با لایسنس، باند، بیمه و از همه مهمتر 30 سال تجربه. تلفنشون هست 818-209-6052 و نوشتن لطفاً پیام بگذارید. کار بسیار خوبیه، یعنی اگه ایشون داره رانندگی میکنه تلفن شما رو جواب نمیده که حالا شما راضی باشی و تصادف کنه اینا. آفرین، توی ویرجینیا الان ممنوعه که ما تلفن دستمون باشه صحبت کنیم. دوستان حتی با این گوشی ها هم که میزنیم توی گوشمون اینها باز حواس شما پرت میشه. تلفن ها یه آپشنی داره یا یه گزینه ای داره، میگه هر وقت شما در حال حرکت هستین هر کسی به شما زنگ میزنه یا مسیج تکس میفرسه بنویسه که این نمیتونه جواب بده، در حال حرکته، وقتی رسید به مقصدش بهت زنگ میزنه. اینو چیز کنید. آقای سعید خان میگه چوب خدا سیم از کارما اور کارما، میگه چون اون باوره که چوب خدا صدا نداره، مثل همون کارمایی که بودایا و اینا مثل که به کارما باور دارن که هرچه کنی نمیدونم به خود کنی گرچه خوب و بد کنی هم چیزی اینه. نه عزیز من، میگه آقا چوب خدا که بهت نمیزنه، فرو میکنه. چون فرو میکنه صدایی نمیاد. در هر صورت الان وسط آگهی حالا پتروس میگه، پتیک ما بهش میگیم، میگه بابا این سوربی بی خود نیست که نه آگهی داره نه چیزی، این اصلا بلد نیست. وسط آگهی من راجع به خدا و چوب بی صدا که فرو میکنه و اینا صحبت میکنه. ولی حسن برنامه ما همینه دوستان. در هر صورت اجازه بدید که من برگردم به این موضوع که آقا پتروس شماره تلفنش هست 818-209-6052 و پیام بذارید. حالا اگه تونستیم یه ویدیوی بهتری درست کنیم، بهتری که ایشون یه سری عکس و اینا بفرسه که به اصطلاح یک ویدیو درست کنیم و به صورت پورتفولیو باشه. اتفاقا هفته پیش داشت تو یک منزل یه دکتری کار میکرد و عکسایی هم برای من فرستاده بود، کارش جالبه. این چیه گفتی آخ سوربی؟ خب اینم از این و بریم سراغ بابا نوشته هامون، بریم سراغ یادداشتمون. جمعه و اینها رو گفتم، چوب خدا صدا نداره رو گفتم، معمای شازده. میدونید که در ایران آخونده یه فیلم سریالی درست کردن به نام معمای شاه، که حتی اونایی هم که مخالف شاه بودن گفتن آقا دیگه شما خیلی اغراق کردین. تا یه اندازه‌ای در ساختن فیلم، در نوشتن مقاله، در بیان پشت رادیو، صدا، اینها اغراق خوبه، ولی دیگه وقتی اینجوری میکنی خرابش میکنی. معمای شاه مثل که موفق نبود فیلمش، ولی معمای شازده از اون جالبتره. احتمالا یه نفر اینجا بسازه، شاید هم خود شازده، چون همیشه میگه من دوست دارم برم، میدونید تنبک میزنه، درام میزنه، جاز میزنه به قول ما ایرانی ها، و پدرش هم حتی گفته بوده من دوست دارم برم هالیوود و اینها. خدا کنه یکی از اینا بره اونجا نجات پیدا کنیم، مثل همون قاجار که اصلا ناپدید شد، اینا هم ناپدید بشن راحت بشین. معمای شازده یه ویدیویه که خانم ویکتوریا آزاد، این خانم ویکتوریا آزاد چند با من باهاش کلکل کردم پشت فیسبوک و ایمیل و اینها، میترسه بیاد با من صحبت کنه چون سابقهش خرابه. ویکتوریا آزاد کسیه که توی یکی از این گروهک های چپ بوده، نمیدونم اکثریت فلان اینها، بعد وقتی میاد میبینه به اصطلاح اجاق اونا سرده، میره سراغ سلطنت طلبا و اینها. و اجازه بدیم من به این I'm on air, I will call you later on, okay? Okay, nothing. Okay. ببخشید.
خلاصه میاد دوربر سلطنت طلبات چند مدتی حتی شایعه بود که دلیل جدایی رضا پهلوی از یاسمین همسرش همین خانم ویکتوریا آزاد بوده که وقتی این رفته اروپا اینجور اینجور، ولی خود ویکتوریا آزاد تو برنامه‌اش میگه که شوهر داره با اینها، ما کاری به اون زندگی خصوصیشون نداریم، ما مثل نوریزاده و اینا نیستیم بگیم حالا این زیر لاف به ما چه، هر کاری میخوان بکنن بکنن، نو تا سوراخ دارن مال خودشونه، کنترم مال خودشونه، بدن بگیرن به ما مربوط نیست. بمانه یه فیلم ایشون نشسته صحبت میکنه خیلی جالبه، به غیر از اینکه درد دل میکنه که آقا بله این تو آمریکا میگن ای بابا تو خونه فلانی، تو خونه مثلا مستر سمیت زنش شلوار پاشه، برای که قدیما خانما که اجازه نداشتن شلوار بپوشن، بعد وقتی میخواستن بگن این زن ذلیله میگفتن تو این خونه زنش شلوار میپوشه، یعنی مرد دامن میپوشه، یعنی تو آمریکا وقتی میخوان به یه کسی توهین کنن میگن تو زنی. بمانه خانم ویکتوریا آزاد وقتی میخواد توضیح بده که این خان آقای شازده که دلی نداره برای شاه شدن و اینها، دلیلش این خانم یاسمینه، البته ایشون نمیدونه، یه دلیل دیگه‌اش اینه که این سه تا دختر داره، حالا گیرم که خودش هم 10-15 سال، بعدم باباش تو 60 سالگی مرده، اینا حالا 60 سالشه میگه من 3-4 سال دیگه هم زنده باشم، بعدم اصلا دودمانشون سلسلهشون میره چون سه تا دختر داره. در هر صورت اگر میتونی سعید جان اینو پیدا کن، ویکتوریا آزاد و شازده از زنش حساب میبره، من اون روز گذاشته بودم ولی امروز نتونستم پیداش کنم، این به نظر من خیلی جالبه. و خود ویکتوریا آزاد تو اینم باز توضیح میده که عضو چریکای فدایی خلق بوده اینجوری و اینها، ولی خیلی خر تو خر دوستان. بعد از اون یه ویدیوی دیگه آقا شهرام و همایون داده بیرون که من چند در برنامه قبلی چند دقیقهشو پخش کردم، شهرام و همایون عصبی از آقای شاهین اینقدر اسم آهی نمیدونم شاهین آهی که شهریار آهی، خلاصه که در رابطه با تلویزیون نوریزاده میگه و تلویزیون ایران اینترنشنال، برید ببینید این تلویزیون ها از کجا میاد، اونی که زنگ میزنی به من فوش میدی که سربی این استودیوی منظم و نمیدونم فلان و کی برات درست کرده، ولی چون احمقی، ببین این استودیوی من اینه، من اینجا نشستم یه پرده سبزی هم زدیم اینجا، این پرده ها اون وقتا 600 دلار بود، بعدن ما رفتیم چیز 10 دلاری پیدا کردیم و زدیم اینجا. بمانه ولی اونی که احمقه میگه، عقلش نمیرسه، بره ببین نوریزاده از کجا پول آورد تلویزیون چه ایران فردا. بعد تازه شهرام همایون ناراحت شد وقتی نوریزاده یکی از مشتریاش رفت تلویزیون خودش زد و همه رو استخدام کرد، میبودی چالنگی این اون، ولی به این پولی نرسید. حالا لابد با هم باز خوب شدن و اینها، نوریزاده هم چپ و راست تو اون تلویزیون ایران اینترنشنال میره پیداش میشه. تلویزیون ایران اینترنشنال دوستان دنباله اون کنسرتیه که ابی و چند نفر رفتن اونجا، و بذارید اصلا براتون بذارم این لینک، پخش نمی کنم چون اگه پخش کنم اون برنامه منو یوتیوب قبول نمی کنه، لینک این ویدیو رو من براتون میذارم اینجا، هم عکسش رو بهتون نشون میدم یه لحظه. بله اجازه بدین، گرچه دیگه شهرام همایون شهرام همایونه، میشناسینش، قیافش رو میشناسین، فقط زیرش نوشته که شهرام همایون به سیم آخر زد و عکسش هم اینه. بذارید من یک کپچر خوشگل بهتون بدم از اینجا تا اینجا. بله این کمرای دو، این عکسشه و نوشته شهرام همایون به سیم آخر زد. چه زود میپره، با 10 ثانیه وایسه. معمای شاهزاده و رضا پهلوی، آقا دمت گرم، ببین شما باید به من یه پولی بدی که من شما را انقدر، یعنی چنان پرورش دادم، انقدر سریع من حرف میزنم شما ویدیو رو پیدا میکنی. حالا این ویدیوی آقای شهرام همایون هم براتون میذارم، دوستان اینا رو برید نگاه کنید، اون بیچارهایی که هی پول میدید به این و اون، فکر میکنید ایران رو براتون آزاد میکنن، ماجرا اینجاست. چه آزادی، طرف همین سه 27,000 دلار دیگه ما کم داریم، چند روزم بیشتر باقی نمونده، بعد میاد
با خوشحالی میگه که ما خواستیم امتحان کنی ببین چند نفر به ما گوش میدن و چقدر خوب شد وقتی گفتیم بیاین دم زندان وکیل‌آباد، یه 40-50 نفری رفتن ولی گوش فکر نکنید این فقط 40-50 نفر ها، 2000 نفر تو ماشیناشون بودن، 2000 نفر فلانجا بودن، برو آقای شهرام همایون بیچاره، همه رفتن پول گرفتن، تلویزیون‌ها رو به پول اونا، تو باید اینجا بشینی استیکر بفروشی یا نمیدونم چی بفروشی، تا از من ذلیل‌تری. من حداقل وقتی میام اینجا نگران پولی اینترنتی هستم و یه دوربین 780 دلاری، شما رفتی قرارداد 30-40 هزار دلاری، البته اونا هم دروغ میگن دیگه 30 هزار دلار نیست، 2-3 هزار دلار در ماه دیگه، وقتی این بهبهانی معتاد بدبخت خدا زده بتونه رادیو و تلویزیون رو ستلیت داشته باشه دیگه حساب اونا پاکه. در هر صورت برگردیم، ممنونم اونو گذاشتیم، معمای شاهزاده و رضا پهلوی حتما نگاه کنید، 16 از زنش حساب میبره، به نظر من اصلا اشکالی نداره. من هر وقت خواستم یه تصمیم بزرگ بگیرم، از خونه خریدن، ماشین خریدن، شریک شدن، آمدم با همسرم مشورت کردم و باور کنید هر وقت اون گفته این کار نکن و تو رو درواسی موندم و رفتم انجام دادم، ضرر کردم. بعض وقتا مجبور شدم صدام در نیاد چیزی نگم. این اشکالی نداره خانم ویکتوریا آزاد، شما ممکنه تو خونتون به همسرت زور میگی اگه همسری داشته باشی، ولی اشکالی نداره که این آقا رفته با این خانم ازدواج کرده، این خانم یاسمین یا هرچی ویدیوشو پخش میکنه نشون میده، میگه که من آمدم توی خونه‌ای، توی خانواده‌ای که دیدم دوتا بچهشون اینجور شده، اون شاه اونجوری رفته، اینا اینجوری شدن، گفتم آقا من نمیخوام تو سیاست باشم. شما که زن هستید، خانم ویکتوریا آزاد، خانمی یاسمین نمیدونم چی چی که حالا یاسمین پهلوی فامیلیش، حق نداره نخواد یه کاری رو انجام بده. خب این میگه من نمیخوام، به شوهرش گفته شما اگه میخوای بری برو، من نمیام، دخترام نمیاد، دختراشم که میبینی ماشاءالله چند روز پیشم برده پارتیش بوده و اصلا اینا به اون فکرا نیستن، گاهی وقتی هم این ورور یه عکسی میزنن برای خالی نبودن عریضه. اینم از این ماجرا. در هر صورت و اما ویکتوریا آزاد عضو چریکای فدای خلق که حالا شاه‌اللهی شده حسابی، برید ببینید، متاسفانه زوج ایرانی در اندونزی به اعدام با جوخه آتش محکوم شدن. اینم اگه با یکی با فارسی بنویسه گوگل کنه خبرشو بذاره که نکنید دوستان، وقتی یکی میاد بهت میگه من پول مسافرت میدم، پول هتلتم میدم، شما یه چمدون بیار، یه چمدونشو برای من ببر، اون یه چمدون برای اون که معمولا هم به شما نمیدن تا تو فرودگاه خودشون بذارن اونجا، اون چمدونه ممکنه مواد مخدر باشه، اون چمدونه ممکنه عتیقای زیر خاکی باشه، خودتون رو بدبخت نکنین. اونم یه کشورایی که مثل مالزی کجاست یا سنگاپور، آدامس میخوری شلاقت میزنن، روی چاد نمیدونم توف بندازی میگیرنت، دیپورتت میکنن، اون شما برداری قاچاق ببری. زوج سلام آقای زمانیان، زوج ایرانی در اندونزی به اعدام با جوخه آتش محکوم شدن. همینجا توی آمریکا به خیلی ها میگن اگه شما میخوای بیای پرو، اون چیچه چانکان ماککانکان اون کوها رو ببینی، ما شما رو مجانی میبریم، ولی هواپیمایی میگه دوتا چمدون، شما دوتا چمدون نمیتونی بیاری، فقط یه ساک دستی یا کیف همراه میتونی بیاری، اون دوتا که مثلا دوتا 50 کیلوه، دوتا 25، اونا رو اونا بار میزنن. البته میگن ما لباس کهنه و اینا میفرسیم، همونم باور نکن، چون ارسال اسلحه از آمریکا به خارج مخصوصا برای این کشورهای اسپانیش و نمیدونم آمریکای جنوبی و اینها خیلی منفعت داره، ممکنه یه دفعه اسلحه میفرسن. یه نفر اینجا بود میومد ماشینای کهنه، کامیونای کهنه رو میخرید، بعد یه بار که اومد، من اون وقتا اتوبوسای مدرسه رو میخریدم، مثلا 70 تا اتوبوس مدرسه میخریدم میفرستادم هاندورس و این بر اون بر، بعد یکی از اونا برادر خانمش آمد و بعدن یه دفعه فهمیدیم گرفتنش، به اون هکتور گفتیم چی شد، گفت این پدر سوخته اومده اینجا تلویزیونای کهنه رو ورداشته، بعد رفته
تو تلویزیون ها یادتون اون وقتا یه چیزی بود میگفتن پوشپول یا یه چیزی هست به نام اون به اصطلاح موقع که برق 220 میاد و اینها پاور سوپلای، یه چیز آهنی ترانس و اینها هست. بعد این میمده هفتیر میخریده میذاشته تو قوطی، بعد دور این قوطی رو آلومینیوم میکشیده میچسبونده بغل اون یکی که حتی اگه بگیرنش با اکس ری نگاه کنن یه چیز آهنی نشون میده، چارگوش اصلا عکس اصلیه نیست. خلاصه گرفته بودن شو اینها و نکنید خودتونو به خاطر طمع خامی، یا شیرازی ها میگن طمع خوم، یعنی خام طمع، طمعش خامه نپخته است، چون اگه پخته بشی دیگه شما طمعی نداری، خودتونو به این دردسرا نندازی. من هر روز که عکس این مال باختگانو میبینم از این ور دلم میسوزه براشون، از اون ور میگم دندشون نرم میخواستن نرن. آقای زمانیان شما انقدر گفتن بیا پول بذار تو بورس، رفتی خونه تو بفروشی، ماشین تو بفروشی، بری بورس بخری، بری دلار بخری، حالا طلا یه کسی میخرید. اون وقتا هم برای اینکه بانک و این چیزا نبود میرفتن طلا میخریدن و میذاشتن، میگفتن هر وقت بخواین پوله، اونم هر وقت میرفتن طلا فروشی کلا میذاشت سرشون. صحبت از طلا شد، اجازه بدین من این پیام آقای اکبری رو برای شما پخش کنم. ما هم دوستایی داریم ها، این اینجاست، اسمش سمه، سعید، اون یکی شیرازی اکبریه. خلاصه روزگار غریبی است. بریم اینجا من این صحبت آقای اکبری رو پخش کنم که لطف کرده درباره اون چیزه. یه جام داره اکبر شیرازی و ببینم تو این پیام گذاشته یا آره پیداش کردم، خیلی شانس آوردیم به ضرب اول پیداش کردیم. من تو هفته گذشته راجع به دو تا فیلم صحبت کردم، یکیش فیلم طلا بود و من خیلی ناراحت شدم این فیلم رو که دیدم. حالا ببینید دیگه، حالا شما اگه نرفتید نگاه کنید الان گوش ندید، یه 36 ثانیه گوش ندید. سلام، اکبری هستم از برلین. راجع به فیلم طلا میخواستم صحبت کنم که پیشنهاد یه داودید نگاه کنیم. این فیلم نگاه کردم، اتفاقا فیلم شروعش خیلی قشنگ بود، یه عده جوان بودن مفصلن با هم یه کاسبی را بندازن، رستورانی باز کنن اینا، تا جایی که رسید به مریضی اون دختر بچه و جدایی پدر و مادرش و دوست پسر گرفتن مادره و اینا، دیگه من طاقت نیوردم نگاه بکنم، من اونجا قدرش کردم. رو هم رفته نمیتونم نظری بدم راجع به این فیلمه. خب بازم ایشون همه رو نگفت و همون حتی با هم شریک شدن و رفتن کافه باز کردن و اینها خالی اشکال نبود. ولی من یه چیزی بهتون بگم، حالا اینم میذاریم برید هفته دیگه نگاه کنید. همونجوری که ایشون گفت فیلم طلا، شیرازی ها به طلا میگن طلا، و برید ببینید، یه فیلم جالبی هست به نظر من. بعد آقای مالک بیت مشعل میگه سلام آقای سربی و مهمانان برنامه‌تون و عیدتون مبارک. آقا من مهمانی ندارم، ولی حالا چون شما گفتید یه دونه از این ویدیو افکت‌ها رو نشون میدیم، خودمون اینجوری بشیم مهمان خودمون. چند بود؟ شماره 6. شما کجا رو داری نگاه میکنی که مهمون میبینی و برای ما مینویسی؟ خب فیسبوک صدها حساب جعلی متعلق به سازمان مجاهدین را حذف کرد. شما اینو داشته باش وقتی من به اون علی آقا، امیدوارم علی آقا نشسته باشی تلویزیون نگاه کنی، وقتی بهت میگم آقا شما باید پول بدی یک کسی رو استخدام کنی، ترجیحاً یک کسی مثل سوربی که مخالفتون هست بیاد کوالیتی کنترل کنه و ایرادتون رو بگیره. این که شما یه چیزی میگید اونای دیگه هم میگن به به چه چه یا تکراری شده ایراد نمیگیرن، فایده نداره، خودتونو در مقابل مردم خراب میکنید. سازمان مجاهدین درست مثل ترامپ شارلاتان بی‌حوصله، مثل بچه‌ها عجله میکنه، فوری جواب میده، میگه ما که اکانت قلابی نداشتیم، چی نداشتیم که ایشون اینا ببندن. آقا فیسبوک میگه ما از این منطقه آلبانی از این آی پی آدرس این همه اکانت مختلف گرفتیم.
خب چند نفرید، حسابای مختلف، اسمای مختلف بنویسید، مسئله نیست. چون شما توی بیلدینگی هم میبینید مثلا 1000 نفر زندگی میکنن، اینجا بیلدینگ ها هست، اینترنت مجانی میده به چیزا، ولی هر کسی حساب داره. هی نمیاد به نام مهین و شهین و اینا عکس قلابی بذاره بشینه اونجا، بعدم شما با افتخار این عکس رو بذاری که این خانه سالمندان نشستن. بتونم پیداش کنم لایو کپی نوشتم MEK، حالا نمیدونم یکیشو مینویسیم یکیشو همجوری شماره میذاریم، حالا MEK هم بیاریم اینجا. آها اینه، نگاه کنید دوستان، بیارم توی پلیر 3، به پلیر 2، حالا که اینجوری شد اومدیم توی پلیر 2. ببینید چی نوشته، امیدوارم شما بتونید بخونید، ولی اگرم نمیتونید همین حرفی که ما میزنیم قبول کنید. نوشته که سخنگوی موضع‌گیری سخنگوی مجاهدین، سخنگوی مجاهدین گفت هدف بریدن آتشین امان رژیم و برقراری جمهوری دموکراتیک است. با فیسبوک و بی فیسبوک بند از بند رژیم ولایت فقیه خواهد گسست. یعنی چی؟ یعنی ما بودیم این حسابای قلابی رو داشتیم، حالا اینا قطع هم کنن قطع کنن، ما بدون فیسبوک هم پیروز میشیم. ولی یکی بهشون بگه بدبخت تا امروز با فیسبوک تو چه کار کردی؟ اون شعر هست خیلی قشنگه که تو در برون چه کردی که در اون خانه آیی. فکر کنم مال مولوی باشه، مال حافظی، سعدی، نمیدونم، ما همه اینا رو قاطی کردیم. شما چی کار کردی؟ این همه با ترامپ 4 سال بودی چی کار کردی؟ این همه فیسبوک اکانت داشتی چی کار کردی؟ یه عکس دیگه هم هست اگه بهتون نشون بدم. خب آقا وقتی این عکس رو میفرسی افتخار میکنی، طرف که میخواد شما رو گزارش کنه این عکس رو ور میداره قشنگ. بیا اینجاست، بذار برات بیارم. کامرای 2 آماده است، فقط باید سایزش رو بزرگ کنیم. بله ببینید این عکس رو ور میداره، نگاه کنید، خودشون از یه جایی مثل انباری، اینجا مثلا آمازون از این انباری ها داره، یا همون سوله‌هایی که شما میگید جاهای بزرگ، تو ارتش هم بود، آسایشگاه هم این شکلی بود. خب این همه پیرزن و پیرمرد رو نشوندی پشت این کامپیوترهای دست دوم، عکسشو میفرسی بیرون که ارتش مثلا آزادی بخش مجاهدین از آلبانی با کامپیوترهای خود شورشیان را. آقا برو خجالت بکش. اون وقت اون فیلمه میاد، آقای مایکل ویر، درست میگم، مایکل ویر میگه خب حالا شما برنامه‌تون چیه؟ میگی ما دیگه به اندازه کافی شهید دادیم، ما میخوام از راه‌های چی؟ سردوستانه پیروز بشیم. بعد میگه خب چجوری؟ و اون نگاهی اون میکنه، اون نگاهی اون میکنه و خودشونو مسخره کردن. اینم از این. پتیک به من نصیحت کرده آقا عمرتو با آقای فیلابی و مجاهدین و شاه و شازده تلف نکن، بیا یه چیزایی به مردم یاد بده. تو که تو آلمان بودی خودت بارها گفتی که آلمان با اون رانندگی خودشون اون موقع هر شب 15 دقیقه هم یه چیز جالبی نشون میداد. هنوز هم اینجوری هست آقای اکبری یا نه؟ یا آلمان هم مثل ایران و مثل آمریکا به اصطلاح کانالاش شده هزاران کانال و دیگه آدم نمیدونه کجا چی و کیو تماشا کنه. نگین کی رو تماشا کنه، کیو یعنی چه کسی را. بعضیا این چه کسی را رو میچسبنن به هم، مخصوصا خانوما وقتی میگن خیلی زشت میشه. ببخشید آی سوربی و آکی، این که همینه، ببرم اینو پایین تر. دوستان اگه چیزی هم مینویسین من ممکن نتونم ببینم. اتفاقا در برنامه قبلی آقای اکبری آخر کار اومده بود نوشته بود که راجب آمریکا و ضدیتش با ایران بود، ایشون گفت آمریکایی‌ها نیومدن سفارت ما رو بگیرن، ایرانی‌ها سفارت آمریکا رو گرفتن. بعد اون دوست دیگه اون آقای شیخی یا پاسخی داده بود، اگه کسی خواست در این باره هم صحبت کنه صحبت کنه، ولی اینکه بیایم ما یه چیزایی به عنوان پابلیک سرویس اناونسمنت یا PSA بهش میگن اینجا، مثلا اینجا میگه یه نفر درخت خونه‌شو کات کرده، تا 3 روز مجانی این چوبا رو میده به هر کی ببره، بعد باقی موندهشو زنگ میزنه یه نفر بیاد پول بگیره ببره. این به نفع همه است،
همونایی که چوب میخرن میان برمیدارن میبرن، هم به نفع صابخونه هست، کلن پابلیک عمومی میشه، عموم میشه، چی میشه؟ مردم میشه. من چند مدت قبل اینایی رو که میان تو تلویزیون و دندوناشون این پایین سیاه کثیفه، معمولا دوربینای این روزا هم خیلی قشنگ نشون میده، بعد حالا ما تا اون موقعی که سیبیل داشتیم سیبیلا نمیذاشت دندونمون پیدا باشه، بعدم کلن فرم صورتمون یه جوریه که دندون خرگوشی و اینا نداریم، مثل مثلا این امید نادان از دور دندوناش انگار چراغ تو مسترها روشنه. بماند، من گفتم که کاش که این که حالا همه هی میرن دندونا رو سفید میکنن، دیدید حتما خیلی دیگه اصلا یه لایه از دندونشون رو بر میدارن با این موادا، با این نورا و اینا، ما اون کار نکنیم، ما یه خمیر دندون بگیریم که این کار رو انجام میده. دوستان خیلی مواظب باشید، این خمیر دندونو که مارک خیلی معروفی هم هست، کرستو، اینجا نوشته 3D White. 3D یعنی سه جانبه، حالا بعضیا به عنوان سه برابر هم میخونن، بعد اینجا باز نوشته Advanced، بعد یعنی خیلی دیگه این پیش رفته، نوشته که لکه ها رو میبره، بعد نوشته Deep Clean، به اصطلاح خیلی قشنگ تمیز میکنه، و Prevents Future Stain، حتی از لکه های آینده هم پیشگیری میکنه. شما از خودتون سوال کنید این چجوری میتونه لکه‌هایی رو ببره که تا دیروز که من هر روز مسواک میزنم، من مثل اونایی نیستم دروغ بگم بگم روز سه بار بعد از هر غذا مسواک میزنم، من آقا تا 32 سالگی یا 30 سالگی دکتر دندون نرفته بودم. تو آلمان وقتی رفتم گفت آخرین باری که دکتر بودی کی بوده؟ گفتم هیچ وقت. گفت منظورم آلمان نیست. گفتم آقا من اصلا دکتر دندون تا الان نرفتم. طرف تعجب کرده بود، نوع دندونامون الحمدلله خوب. خب از خودتون سوال کنید این چجوری میاد اون استینا یا اون لکه ها رو پاک میکنه. مثل این میمونه که شما یه قابلمه ای رو انقدر کثیف کرده باشید که این اسپانج یا اون ابر آشپزخونه ظرفشویی تمیزش نکنی، بیفتی با جون به جونش با اون سیمای ظرفشویی. خب سیم ظرفشویی هم اگه نگاه کنی قابلمه رو خط میندازه. خلاصه دور از جونتون، ما یه 12 روزی از این استفاده کردیم و چه فیلینگ خوبی داره، چه احساس خوبی داره وقتی شما میزنی. منم مسواک میزنم ها، نه مثل مثلا لیف صابون، مثل کیسه که میکشن، من اینجوری همینجور راه میرم تلویزیون نگاه میکنم یه 10 دقیقه، یعنی اینجوری بزن بشور نیست، میزنم. خلاصه ما یه 2-3 روزی بود دندون درد اومد سراغم و من اصلا تجربه دندون درد ندارم. بیچاره این پسرم و من تو ایران از همون بچگی دندون درد داشت، بهش هم میگفتن دندونات آهکیه، گچیه، فلان. و اون داستان چو عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار، واقعا به هم ثابت شد. یه دندون این بالا ما سالها قبل پرش کردیم، اون موقعی که با سربم پرش میکردن مثل. همین این به اصطلاح یه چیز، من آب با یخ نمیخورم، من حتی تو ویسکی یخ نمیندازم، ویسکی رو با آب میخورم. بهتونم گفتم اشتباه میکردیم با یخ میخوردیم، ویسکی رو باید آب بهش اضافه کنید تا باز بشه بخورید. آبجو رو، آبجو تگری و اینا اشتباه ایرانی بود، آبجو مثل آلمانی ها میخورم، نسبتا شما چی میگین ولرم که نه، ولی ملول، شیرازی میگیم ملول. خلاصه ما یه چیز خیلی معمولی هم میخوردیم که در جرارتش نه خیلی سرد بود نه گرم بود، این تیر میکشید. شما میگین تیر میکشید و خب دیگه نزدیک مغزته دیگه، حالا دردهای دیگه تا بخوان بیان اینجا با اتوبوس میگیرن، تاکسی سوارشن، این مستقیم زیر گوشته. خلاصه زنگ زدیم و رفتیم دکتر. دوستان یه دکتری هست در این منطقه فیرفکس، وینا، ویرجینیا، خانم شعفی، بذارید فامیلشون رو من اینجا می‌نویسم، دکتر شعفی. این اولا نمیخوام بگم دکترای دیگه بعضی وقتا شما رو مثلا اگر یه چیزی هم احتیاج ندارین میگن احتیاج دارین،
ولی من چند ساله که این خانم رو میشناسم، خودم، بچه هام، همسرم، اینا همه به اصطلاح میریم اونجا از سرویسی که ایشون میده استفاده میکنیم، ازشون ممنون و متشکرم. و همیشه دیدم که ایشون میگه که مثلا الان زوده برای این کار، شما برو 6 ماه دیگه اگر چیز نبود اینجوری فلان بیسار اینا، یعنی دنبال پول شما نیست، دنبال اینه که شما رو دردتون اگه درد داره برطرف کنه، اگه رفتی دندون تو تمیز کنی دندون تو خوب تمیز کنه اینا بمانه. ما دیروز زنگ زدیم به ایشون، گفتم که من یه سفری هم در پیش دارم و میترسم وقتی میرم یه دفعه این دندون درده من اونجا تو غرب آمریکا فلج کنه. بعد ایشون گفت اتفاقا درسته، وقتی سوار هواپیما میشین اون اختلاف فشار دندون درد میگیرن، بعضی ها صورتشون درد میگیره و اینا. گفتم من الان به فکر اون اصلا نبودم. در هر صورت دوستان اگر خواستید توی این منطقه دکتر خوب، خانم مژگان شفی، ولی این انگلیسی ها وقتی صداش میکنن هم میگن شفی، چون دوتا ای رو با هم میگن. اینم از این خانم بسیار خوب، آنست، صادق، و مادرشون هم تو همون دفتر کار میکنن، خیلی هلپفول. یعنی شما اگه سوالی داشته باشید اینها، شماره تلفنشون هم بذارید من براتون بزرگش کنم اینجا نشون بدم اگر بتونم. و سلکت ایریا دوباره اینجا، بله اینه شماره تلفنشون، 703-273-3663. خب حالا بیایم اینجا بریم سراغ همون چیزا. والا ما نه از ایشون پولی میگیریم بابت آگهی نه چیزی، ولی خب متاسفانه در بیزینس های ایرانی اگه یه جا یکی بد بود، اگه شما اومدی گفتی بده، گله میکنن ازت، یقت رو میگیرن، تهدیدت میکنن. ولی اقلن اگر کسی خوبه ما این رو به عنوان قدردانی از اونا بگیم. البته ایشون نه احتیاج به مشتری زیادتری داره، چون همین الانم هم با این ماجرای کووید و اینا، مثلا شما وقتی میری تو آفیس ایشون اصلا حس نمی کنی که ممکنه یه چیزی کثیف باشه، اینقدر همه چیز رو توضیح میدن بهتون، همه چیز رو قشنگ آماده کردن. روم تمپریچر آقای سعید خان نوشته ملول. آقای سیاوش محمدی با سلام، گویا پرنس فیلیپ همسر ملکه الیزابت مرحوم شدن. بله 3-4 هفته دیگه میشد 100 سالش، در 99 سالگی مرحوم شد. حقیقتا ایشون یک، اینجا میگن دد من واکینگ برای اونایی که میخوان اعدام بشن، ولی هم یه مرده متحرک بود. همین چند مدت پیش دوباره رفته بود، چند مدت تو بیمارستان بود، بعدم قلبش جراحی کردن اومدن. فقط حالا برای این که بهتون بگم، حتی تو این کشورهای خارجی هم بین آدمای معمولی و آدمای دیگه فرق میذارن. پدر من وقتی 62 سالش بود، اون دکتره، دکتر کولیا، گفت که پدرت چون هم لاغره هم سنی ازش گذشته، من جراحی قلب نمی کنم. ولی چند ماه پیش این آقا با این هیکلش جراحی قلب کردن، در هر صورت مرد، خدا بیامرزدش اگه خدایی وجود داره، اگرم نه که من نمیتونم بگم روانش شاد، یادش گرامی، چون این یه آدم مفتخوری دیگه، از این خانواده مفتخور بود. خب آلمانی ها آبجو را سیمر تمپراتور، یعنی با حرارت اتاق میخورن. بله قربان، 2 سال 22 ماه اونجا بودم و ما اونجا اصلا یخچال نداشتیم. اولی که رفتیم تو این دورم یا کمپ و اینا زندگی میکردیم، یخچال نداشتیم. آلمانی ها تازه الان اونی که میخواست خیلی آبجو تگری بخوره در باز میکرد میذاش بیرون، اینجوری بود. بله و واقعا هم اونجوری بهتره، دلیلم داره. شما امکان نداره که آبجویی که میخوری درجه حرارتش از شما گرمتر باشه، الا تو ماشین مونده باشه یا چیزی. هر آبجویی میخوری سردتر از بدنته، یعنی بدنت باید با اون درجه حرارت عادت کنه. وقتی شما آبجو میذاری تو فریزر که داره میخواد منفجر بشه میخوری، خب بدنت 37 درجه است، اون داره میشه 0، 37 درجه اختلاف، دیدید؟
شما یه تیکه یخ بیار بیرون، آب بریز روش، آب گرم ترق 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 میشکنه. در اصل اونا کارشون درست داره. اگر صحبت از آبجو میشه، آبجو خوردن از اونا. اگر صحبت از ویسکی و اسکاچ و اینا میشه، اینا رو بهترین روش رو از اسکاتلندیا و از انگلیسی ها. اگه صحبت تکیلا میشه، بهترین روش رو از مکزیکی ها و اینها، نه اینکه میخورن بعد یه بطرم میزنن تو سرت. دیدید میرید مکزیکو بهت مشروب میده، سرت هم تکون میده، یه بطرم میزنه تو سرت. خب آقای بیت مشعل میگه آقای سربی، در عراق به هر نفر 6 اکانت داده بودن و وقتی آلبانی اومدن باز هم به هر نفر 4-6 اکانت اضافه کردن. من 3 تا اکانت داشتم و هر از گاهی یک شعار میدهن، یک بار با مالکی یا بی مالکی، یک بار با ترامپ را بی ترامپ، حالا باز فیسبوک، با فیسبوک یا بی فیسبوک. آهان، همین که گفته ما با فیسبوک یا بی فیسبوک برنده میشیم، پیروز میشیم. آقا بشین، من میگم آقا به اینا نگید هیچ کس شما رو تو ایران نمیشناسه، به اینا نگید سن 35 سال بالاتر شما رو نمیشناسه، بگید آقا همه میشناسن شما رو و همه بی صبرانه منتظرتون. آقا پاشین برین. امروز صبح یه نفر نوشته بود این بنده خدا، این خانم سپهری کیه، بدبخت میره سر قبر، میره دم زندان، اینا میبینه آقا 10 نفرم نمیان ولی دوزاریش نمیفته. خب اینا احساساتی هن، الان دنبال یه شونه ای میگردن، شانه که سرشونو بزنن گریه کنن. ایرانی ها میاد جلو میگه آه گریه کن، خب حالا پولت کجا، کدوم بانکه، کجا قایم میکنی، جیبتو میزنه. یه آقای نوشتم آقا این بند خداها رو ول کنید، این بدبختا رو شما اینقدر باد میکنین که دیگه آخوندت نمیدونم جانی احتیاج نداره با تیر اینا رو بزنه، با یه سوزنم میزنه اینا منفجر میشن. بعد نوشته بود خب به نظر شما باید چیکار کنیم. گفتم تشریف ببرید ایران، اگه تو میخوای واقعا همراهی کنی با این خانم سپهری، با اون آقای بختیاری، با نمیدونم مادر پوریا، پاشید برید ایران، شونه به شونه اینا تو خیابون راه رو بند بیارید، حرکت های نمیدونم مارتل لوتر کینگی را بندازین، حرکت های گاندی را بندازین، هی نشینید جلو کامپیوترتون هی برای این اون بفرستید، به این اون هم توهین کنید که شما که نمیدونم پخش نمی کنید، ایران و چی ایران پرست نیستید. خاک بر سرت که هنوز نمیدونی شما چه ایران پرست باشی، چه تگزاس پرست باشی، چه شاه پرست باشی، چه خمینی پرست باشی، الاغی. چون پرستیدن یک نفر دیگه همون درجه عبودیت تو رو نشون میده. تازه خدا که اینقدر زور زد و اینقدر کتاب قلابی و 240,000 تا پیغمبر، 124,000 تا پیغمبر فرستاده برای ما نمیخوایم عبد اون باشیم، نمیخوایم بنده اون باشیم. و شما نشستی آسکر ایرانی. بعد نوشته آقا من اگر خودم را معرفی کنم اولین کسی که مرا میکشد شما هستی. گفتم مردک تو اصلا منو میشناسی؟ من کسی که برادرمو کشته بخشیدم، کاری ندارم و میام تو رو میکشم. تو احمقی که من میدونم حتما یه 90 سالی از عمرت گذشته. خلاصه اینا میشینن جلو کامپیوتر. نوشتم بله، ای کاش خمینی هم کامپیوتر اومده بود نشسته بود جلو کامپیوتر، قولت میدم هنوز نشسته بود تو عراق یا ماکسیموم نشسته بود تو فرانسه، از اونجا هی میفرستن برید حرکت حرکت. آقا ویدیو میگیرن این بدبخت بابای پویا بختیاری، آقای بختیاری، آقا اومدن اینجا ما رو بگیرن، طرف ما رو میشماره ببینه چند نفریم. خب این معمولیه. من و دوتا برادرم سر چهارای پارامون، یه آجان گروبان قندلی، حسین علی سامتین، این داداش ما دور زد اومد گرفتش. گفت چرا دور میزنی، اینجا گردش به چپ ممنوعه. داداش من گفت من که گردش به چپ نرفتم تو اون، من دور زدم میخوام برم خونه، کیفم یادم رفته، بزن کنار. داداش من گفت آقا ما میخوایم بریم سینما، یه روز تعطیلیم، من کارمند پتروشیمیم، این یکی داداش وسطی سرباز شهربانیه، این یکی هم دانشجو، ولمون کن، حالا گیر ما رو بردیم چیکار کردیم ما. آقا همون موقع این سرهنگ حمزوی بود، تریاکی بودا، یه فولکس واگانی داشت تپ 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 تپ، اینو چند بار تو برنامه گفتم دوستان ببینید چرا انقلاب شد. داشت میرفت، مرده که چون دید این پاسبانه با 3-4 تا جوون وایستاده، ماشینشو وسط چهارراه خاموش کرد، اومد سرکار چی شده؟
حالا فکر کنم اونم نمیشناختش چون بالا باز شخصی بود، گویا این یه کار زندان بوده. خلاصه فوری رفت تو ماشینش بیسیم زد و چیز اومد، شانس آوردیم یه سروانی بود تدین، این همسایه دوست ما بود تو سیمتری سینما سعدی، اون فروشگاه نیلوفر و یخچال سازی سربی و اینا. و این آقا، حالا کاش که فامیلش هم نگفته بودیم، این سروانه اومده بود توی خونه ای اتاق جاری کرده بود. این خونه خانمه شوهرش آلمانی بود، این سروانه هم خونه رو استفاده میکرد هم خانمه رو استفاده میکرد. خلاصه یه جورایی هم با بچه محل مجبور بود سلام علیک داشته باشه که بچه ها هواش داشته باشن، موتوسیکلتش پنچر نکنن، ماشین چی برن. منو بهروز هم میشناخت، بهروز قاسم زاده یادمه، بنبست صدرنیا، خیابان سیمتری، بنبست صدرنیا، پلاک 16، ته کوچه خونه بهروز قاسم زاده بود. خلاصه زنگ زده بودن که از چیز بیان، دیدیم یک جیپی از این جیپای دراز، ما هیچ وقت اینجوری ندیده بودیم، یه جیپی مثل آمبولانس بود که پشتش اصلا نفر میبرن اینا. خب آوردن، حالا این آقای مثلا چی چی پویا بختیاری، باباش نمیدونم، میگمش آقای بختیاری، چه چیزی رو شما داری گزارش میدی بدبخت که به مسیح علی نژاد و به ای و او گزارش میدی؟ جرم خودت زیاد میکنی، حقوق مسیح علی نژاد رو زیاد میکنی، جرم خودت زیاد میکنی. مسیح علی نژاد اینجا به جای خونه 700 هزار دلاری میره خونه 1 میلیونی میخره. بله آب جانه اومد ما هم شمرد. حالا چند نفر بودین؟ 10-12 نفر، پیر و پاتال، تو ایام عید که همه فکر خوشی هستن، همه رفتن مسافرت، همه رفتن سیزه بده، شما بدبختا رفتین نمیدونم کلانجا وایسادین، اون وقت نمیدونی ازای بچه تو بگیری یا راجع به ایران و چین صحبت کنی. آخه آقای بختیاری شما اقتصاددانی، شما قرارداد ایران و چین خوندی؟ آخه خانم سپهری نکنید والا خودتون رو بازیچه دست این رادیو تلویزیون ها، از اینجا بیا شهرام همایون، از اونجا برو ایران نشنال، از اونجا برو مسیح علی نژاد، جرم خودتون رو زیاد نکنید. آقا ما کاری نداریم، مملکت آزاد، ولی وقتی اسرائیل و ایران اینجوری تو جنگن، این میگه من میخوام اونو نابود کنم، اون میگه من اونو نابود میکنم، آقای زیبا کلام وقتی میاد با رادیو اسرائیل صحبت میکنه، با رادیو تلویزیون اینتر ایران اینتر، خب اینا میشه جرم، اونا هم زبلن، میذارن این هر کاری دلش میخواد بکنه، یکی یکی تصویر و عکس و تاریخ، بعد میان در دادگاه آقای یور آنر نمیدونم محترمان رئیس دادگاه ایشون فلان، اوکی جاسوس بزن بره. اون وقت کی میاد دنبالتون؟ هیچ کس. عکسای سر خاک و یکی بذاره اینجا، 10 نفر نیستن، 10 نفر هم خودشونن بدبختا که هر کدومشون یه عزیزی رو از دست دادن. به غیر از این که آخوندا عزیز شما رو کشتن، اینها دارن از عزیزان شما، حتی از مردشون دارن سوء استفاده میکنن. حالا شما دانید خودتون. خب حمزوی فامیل ما بود، آدم دعیوسی بود ولی میگفتن آدم درویشیه، شاید همه میخواستن بگن دعیوسه، میگفتن درویش همونه دیگه. درسته سیبیل هم داشت، فولکس واگن هم داشت. حمزوی فامیل ما بود، آدم دعیوسی بود، بعد از انقلاب رفت جهرم، شد متولی مسجد، بعد از چند سال گرفتنش آوردن شیراز اعدامش کردن. آخه پس چوب خدا فرو شد بهش دیگه، بی صدا بود دیگه، خدا بیامرزدش. چوب خدا صدا نداره دوستان، برای اینه که خدا چوب رو نمیزنه، فرو میکنه. FB نوشتم اینجا، میخونمش F8. فیسبوک صدها حساب جعلی رو بس. دوستان به ازای هر 100 ایرانی در ایران 105 تلفن همراه وجود دارد. یعنی حالا شما خودتون آماده کنید توی رژیم بعدی، بعد از آخوندا، این بچه آخوندا و طرفدارای آخوندا هم منت سرتون بذارن، بگن ببین ما براتون تلفن بی سیم آوردیم، اونا به ازای هر 100 نفر، خیلی ها به ازای هر 100 نفر، یعنی کوچیک بچه بزرگ، هر 100 نفر 105 تا تلفن وجود داره، یعنی 85 میلیونیم لابد 100 میلیون تلفن دارن. واو. خب شهرام همایون به سیم آخر زد، ممنونم که این دوستمون صبح ویدیوش فرستاد، ممنونم که سعید الان چیزو گذاشت. و اما توییتر، من باز یکی دو روز گذشته تو این چیزا میچرخم،
گاهی وقتی یه چیزایی پیدا میکنم، تو این چیزا میچرخم، یه چیزایی پیدا میکنم تو این سوشال میدیا و از خودم میپرسم واقعا ما بلدیم از اینا استفاده کنیم؟ کسی بهمون یاد داده؟ من این دوربینه رو که خریدم، با وجودی که الان همه منیوال یا کتابچه هاشون روی اینترنت هست، ولی یه کتاب انقدی هم اومده 300 صفحه هست که 5 صفحه اولش فقط راجع به این که این سیمر چجوری باز کنین، بزنین به برق و این سیمر اینا ببانه. ولی این پروگرام ها رو که به ما دادن کسی آموزش نداد. گاهی وقتی این ور و اون ور، مثلا شما میگی How should I tag my friend? How can I tag my friend? نمیدونم چجوری شیر کنم فلان، یه نفر یه ویدیوی گذاشته، اونم شما میزنی، یه دم اینی داره با هندی حرف میزنه که من گهگاهی میندیسم برای فیسبوک که این زبانشو اون بالا بنویسید، چون فیسبوک هیچی بین‌المللیه، شما بنویسید مثلا ویدیوی سوربی پرژن فارسیه که آدم نزنه باز بشه، ولی اون میخواد حالا یوتیوب یا هرچی، اون میخواد یه بیننده بهش اضافه بشه. خب توییتر رو بیاین با هم یه نگاهی کنیم. اینم در رابطه هم با ما همین خمیر دندون رو ول نکردیم رفتیم، حالا پتیک میگه تا هم با اروا احمد با این پابلیک سرویس انانسمنت وسط آگهی من که میری سراغ خدا و چوب خدا، وسط این خمیر دندونم میره اونجا. دوستان این خمیر دندونه دندون من رو مثل که یه لایه از روش برداشته، حساس شده. حالا این خانم دکتر شفیع گفت اینایی که برای سنسیتیو یعنی حساس، اینایی که برای سنسیتیو، این زخم نیست دوستان، این خودکار قرمز که دستم میگیرم گاهی وقت خودم هم وحشت میکنم، یه دفعه میبینم یه جایی میگم این کجا گرفته خون میاد، خودکار قرمز که میگیرم دست، حالا دیدم وسط انگشتام اینجوری زخم شده. سنسیتیو، حتی میتونید به اون کسی که تو داروخونه یا چیز هست بگین خمیر دندونای سنسیتیو، و گفتیم ما نخواستیم بابا دندونمون سفید باشه از دور که میایم بدرخشه. خلاصه اینو بهم گفتن یکی دو هفته بزن، اونم نزن. اون به همینجوری که بهتون گفتم، خود خانم دکترم گفت بله چه فیلینگ خوبی میده، ولی یادتون باشه که این مثل سیم ظرفشوییه، شما هر روز نباید بشقاب تو با سیم ظرفشویی بشوری. اگه بشقاب چینی باشه، ملامین باشه، هر شیشه‌ای باشه، خط میفته. اینم از این. خب این پابلیک اناونسمنتمون، بیایم بریم سراغ توییتر. اگه کسی توییتر داره، تا اونجایی که من یاد گرفتم با شما هم به شما هم نشون بدم، شاید استفاده کنید. خب این توییتر میارم اینجا کامرای دو. خب این مثلا توییتر من، میگه میخوای چه کار کنی، مثلا میام اینجا وقتی تو هوم هستم، هوم پیج صفحه اصلی، مثلا می‌نویسم که مردم تیوی هرچی یه چیزی می‌نویسی توییت میکنی، حالا من تبلیغ خودمون رو کنیم، مردم تیوی.com. دوستان هر وقت وقت کردین این مردم تیوی.com هم از طریق وبسایت نگاه کنید و یکم این وبسایت ما رو فعال کنید. خب این مال قسمت چیش هست. حالا شما اینه که میزنی میبینی اومد این پایین، ولی دیگه چیزی پیدا نیست راجع به شما. اومدم قسمت دومیش، اکسپلور یعنی گشت زدن، چرخیدن، میچرخی. خب این حالا خبرهایی که خودشون دوست دارن بستگی به نوع چیز برای شما میفرسن، که من همیشه هم میپرسیدم اینا رو کی میذاره. اینا بر حسب چیزایی که تو میری نگاه میکنی، چون اونا پشت کامپیوترت دارن نگاه میکنن، میان برات میذارن. حالا نوتیفیکیشن هم که همینایی هستن که به اصطلاح همین این آقا، ببینید منصور سلیمانی، ایشون از من پرسید چیکار کنم، گفتم که تشریف ببرید ایران، در کنار این بانو و دیگران به خیابان‌ها ریخته، رفت آمد را مختل کنید، از روش گاندی، دکتر کینگ استفاده کنید، و اول یادم رفت بنویسم اول کامپیوتر خاموش کن، بعد نوشتم باور کنید اگه خمینی هم کامپیوتر داشت و هنوز در عراق نشسته بود، و این دو چون جا نمیگیره تو توییتر، دو جا نوشتم. بگذاریم، حالا کارمون این نیست. مسیج اگه بخوام برای کسی مسیج بفرستین اینا، بعد میای تو قسمت بوکمارک، اگه چیزی برات مهم بود اینجا یادداشت میکنی که من ندارم، چون هیچی دیگه مهم نیست برای هیچ کس. لینک و اینا نذاشتم، هیچ خبری نیست. این پروفایل دوستان
چیزیه که شما خودتون تو صفحه اصلی میذارید میاد میشه جزو پروفایل شما. این پروفایل منه، این صفحه منه که بالاش عکسی که خودم خواستم گذاشتم، اینجاش نوشتم مردم تیوی مساوی به انگلیسی پیپل تیوی، و همین الان هم که زدیم مردم تیوی دات کام اومد اینجا. قبلش که تبلیغ برنامه آقای نظری کردیم اومد اینجا و الی آخر، و میاد اینجا آخرینش مر که دیگه دوباره. اشکال این برنامه ها اینه که قبلا شما وبسایت که میرفتی 5 تا تب این بالا بود، نوشته بود هاوس، تماس، درباره ما، این اون. الان اینا هر کدومش هر سوراخ گیر آوردن یه چیز چپوندن توش، یه چی که هیچی، چند تا چی. مثلا شما همین صفحه اصلی رو که نگاه میکنی ببینید چقدر چی گذاشته، این اکسپلور چقدر چی گذاشته، این نمیدونم نوتیفیکیشن چقدر چی گذاشته. بعد تازه نوتیفیکیشن هم دو رقمه، یکیش همگان هستن، یکیش اونایی هستن که درباره شما صحبت کردن. خلاصه خیلی قسمت 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 قسمتش کردم. بعد حالا تو پروفایل که میای، باور کنید من تا امروز نمیدونستم که اینجا هم باز یه سری تب و سب نمیدونم منیو داره. نگاه کنید اینجا توییت، اینایی که من گذاشتم اینجا، توییتس ها و ریپلای، جوابایی که مردم دادن، اوکی. بعد اینجا میدیا، نمیدونم حالا این میدیا دیگه چیه. بعد اینجا لایکس، یعنی دوستان انقدر اینا هر کدومشون سعی کردن به انهای مختلف، به روشهای مختلف شما رو مشغول کنن و تو خود صفحه نگه دارن که شما حتی به خودت نتونی فکر کنی. و یه روز واقعا بشینید نگاه کنید فیسبوک رو، نگاه کنید فیسبوک، میای این ورش یه زنگوله گذاشته، رو زنگوله میزنی 30 تا، میای این ورش. حالا میدونم بعضی از شما میگه آقا ای کاش ما روزی 2 تا نمیدونم فوش بهمون میدادن، شما اونو دارید. ولی خب وقتی 20,000 نفر این ور الان شما بری رو مردم تیوی، رو صفحه بذارید پا بزنم روی دوچرخه پا بزنم، برید رو صفحه مردم تیوی فیسبوک، شما اگه پیام برای من بدی راستی امتحان کنید. هم آقای اکبری هم دوستانی که اینجا هستن رو مردم تیوی توی فیسبوک قسمت پیام بفرسی، یه جواب اتوماتیک میاد. مینیسه من اینجا به شما دیگه جواب نمیتونم بدم. این همون چیزی که بارها گفتم، اینایی که پوز میدادن ما به خاطری که خیلی طرفدار داریم نمیدونیم، غلط کردی، یه پیام بنویس، من فقط تلفن جواب میدم، من فقط مثلا ایمیل جواب میدم. ولی تو نمیتونی مردم رو بگی بیاین، شمارت هم بذاری، ایمیلت هم بذاری، ولی جواب ندی. در صورت این همین آقای این دوستمون بابو میگه با سلام آقای سوری، معمای شاه را دیدم، نه فقط زیادی نگفته بودن، برعکس خیلی هم کم داشت و متاسفانه زندانها را اختصاص داده بودند به مسلمانان ایرانی و اصلا حرفی از دیگر زندانیان یا به عبارتی از دیگر اندیشان چیزی نگفتند. دمت گرم، همینجا شما داری حرف منو میزنی. همین که از زندانیای مسلمون میگه زیادی، خود به خود داره حق اونا رو کم میکنه. دیگر جاهای دیگرش هم اگه خاصی، من اگه میدونستم یه نفر میاد بگه نخیر اجحاف نکردن، اون وقت مینوشتم که کجاهاش چقدر دروغ گفتن، اینجوری کردن اونجوری کردن. در هر صورت کار اجحاف و گندگویی تو سینما رسمه، ولی یه فیلمی رو که به عنوان مستند درست میکنن، اسمای حقیقی استفاده میکنن، سرهنگ نمیدونم ایادی این، تیمسار فلانی اون، نباید اینجوری. به نظر من بی انصافی کردن. خود شما با من هم عقیده هستی که اینا بی انصافی کردن. میگن همه زندانیا مسلمون بودن و حتما آخوندم بودن. خب این هم از این. و اما برنامه 314 آقای حسن ارشاد، بنده خدا دیروز فرستاد، ما هم دیروز طبق معمول زدیم دانلود کنیم با کوالیتی بالا، گفت که خب نشون داده میشه فلان، ما رفتیم اومدیم دیدیم به ضبط کرده، زدیم چند دقیقه که میره قطع میشه. دیروز تا حالا 4 بار گفتم شاید شبه، شاید روزه، شاید اینترنت ایرانه، شاید اینترنت اینجاست. 4 بار من این رو ضبط کردم و اشکال داشته، حالا 5 میش رو ضبط کردم گذاشتم تو سیستم، امیدوارم کار کنه. اگه کار نکنه من برای آقای ارشاد نوشتم که
ویدیوی اصلیش رو با یه پروگرام دیگه برای ما بفرسته. خب دوستان، از لحاظ دور و نزدیکی این دوربین جدید چطوره؟ چون این کنترلش توی چیزم اینجام هست که مثلا من میتونم اینجوری بیام نزدیک، بدونید حتی نشونتون بدم که این دکمه ها رو نبستم، چون این دکمه ها رو وقتی میبندم اینجوری چروک میشه برم دور. به غیر از این، یعنی زوم این زوم آوت، اگر یا من کلن تلویزیون های آمریکایی هم که نگاه میکنم ببینم سرشون نزدیک این بالاست و تا آرنج پیداست. این چیزیه که سالها پیش به ما یاد دادن، چیزی که از اون موقع میگفت این دوربین باید در حد چشم ها آی لول باشه، بعدن گفتن اگه بیارید توی فورهد، توی پیشانی لول، اونجوری بهتر میشه، یکم شما نگاهی بالا میکنی، کار قشنگتری هم هست به جای که اینجوری نگاه کنی به بیننده ها. یا دوربین زیر دماغت باشه، دیدید حتما بعضی ها اینجوریه، شما اینجوری نگاه میکنی، بیننده ها بالا نشستن، شما نگاه میکنی یکم به بالاتر، یکم ها، خیلی خودتون رو بالا نبرید، چون هرچی بیشتر بالا بری وقتی میفتی زمین استخونهای بیشتری میشکنه. خب پیام اکبری، ببین آقای اکبری، پیام اکبری فیلم طلا، شهرام همایون به سیم آخر زد. ما یادداشت می‌نویسیم ولی طبق یادداشت جلو نمیریم، قرقاتی میریم، ولی خوبه که همه رو انجام بدیم. و یه بار دیگه من این آگهی پتیک رو به شما نشون میدم، پلیر 3. دوستان اگه توی منطقه لس آنجلس هستید، فکر کنم بیشتر گلندل اینها بهتر، چون یادمه یه آگهی چند سال قبل ایشون توی روزنامه ایرانیان و اینها به اصطلاح ایرانی ها در چیز گذاشته بود، در لس آنجلس یه محله هایی رو نوشته بود، اینجاها نمیام. من نوشتم چیه، دوره؟ گفت نه آقا، آدم های چیز هستن، پول آدم هم میخورن معمولا. خلاصه این دفعه دیگه حالا اسم محله چیزی رو نیورده، فقط گفته به دوستان، به بیننده ها بگو که من تو لس آنجلس هستم. حالا ممکنه وقت زنگ میزنن، بعض وقتا هم اگه یه جایی باشن جای دیگه ممکنه راهنماییشون کنم، ولی ایشون هندیمنه، گویا تو ایران به هندیمن میگن همه فن حریف. نمیدونم کلمه همه فن حریف بار منفی داره یا نه، در هست پتیک آدم خوبیه، آدم با انصافیه، برای این کارا شما باید آدما با انصاف باشن و بهتون بگه که مثلا این مثل میزنیم، این دری که شما میخوای عوض کنی، الان یه دری جدید بهت میدن، فردا دره خراب میشه، همین دره رو شما تعمیر کنی بهتره، نه که بگی برم در بخرم رو درم با اون یکی. خلاصه آدم با انصافیه. پتیک، پتیک 5 ستاره، قشنگه این چیزی که نوشته. بعد ساعت کارش هم قشنگه، 7 روز هفته، 7 صبح تا 7 عصر. این نوشته ها هم اگه میبینید کوتاه شده این ور اون ورش، قبلا صفحه تلویزیون ما اینقدر بود. دوستان اون دوربینی که من دارم کنن، همونجوری که بهتون گفتم 4:3 یعنی میشه 16:9، ببخشید 4:3 میشه 16:12. بله، تصویراشون مثل مربعه، مثل مستطیل نیست. ما هم که ماشاءالله هر روز داریم پهن‌تر میشیم، پس بهتر تلویزیونمون مثل کامپیوترمون همه چی پهن‌تر و پهن‌تر، هرچی من میرم پیشتر و پیشتر، هی میشم پهن‌تر و پهن‌تر. خیلی هم خوب. خب دوستان عزیز، شما سیزه به در رفتیم، ما که نرفتیم، گواهی اینجا نشسته بودیم، آقای لادن هم لطف کرد اومد، ولی عکسایی هست که مردم رفتن سیزه به در. و حتی تو ایران الان وضعیت کرونا خیلی بده، ولی چی بگه، میگن خود کرده را بگید دیگه، یه چیزی نیست دیگه، یعنی دلسوزی نکن، این همه گفتن خودش خواسته رفته. من چند بار قول دادم اگه بشه این فولدر یا پوشه عکس ها رو پاک کنیم، خالی کنیم، ببینیم چی میشه. بیاین با هم بریم اینجا نگاه کنیم. من براتون اینو بذارم، کامرای 2 که داره عکس ها رو نشون میده، و خاموش کنم اون از این صحنه به اون صحنه رفتنش، با هم بریم و نگاه کنیم. این یه عکسیه، میگه که تیکه تلخ حیاتی، یک عمر دروغ گفتم تشویق شدم، یک بار راست گفتم و اخراج شدم. این هنرپیشه حتما میدونید، اونایی که
به اصطلاح بذارید ببینم این تصویرش اینجوری بزرگتر میشه. بله هنرپیشه، نه فکر کنم هنرپیشه هم بود، توی دو تا فیلم هم من دیده بودم، ولی این گوینده تلویزیون و اینها بود. اینا کسایی بودن که تا روزی که تونستن با آخوند به اصطلاح بودن و همراه بودن و حالا گویا این بالاخره خودتون قضاوت کنید. و اما آقای احمد کسروی سال 1323 خورشیدی چنین گفت: روی سخنم با شماست ای حکومتگران، روشن فکران، روزنامه نگاران، نویسندگان و ای مردم ایران. این ملایان فریبکار و حجت الاسلام های مفتخور میگویند در غیبت امام زمان حکومت حق ماست و هر کسی غیر ما حکومت کند غاصب است. اگر از این زالوها جلوگیری نکنید و با آنها مماشات کنید، بزرگترین فاجعه در تاریخ ایران رخ خواهد داد. به هوش باشید، چشم و گوش خود را باز کنید. خب دوستان 1323 ایشون اینو گفته، شما بگو 1327 گفته. 30 سال ملت ایران گوش نداده. خب این ملت وقتی گوش نمیده باید چه کارش کنن؟ اونجا که بود میگفت جناب سروران شما مسکه گوش نمی کنی یا. و حالا این آقای احمد کسروی که خودش رفته درس آخوند بودن خونده، بعد ول کرده اومده، بعد روزای جمعه یا شبای جمعه کتاب سوزی را مینداخته. خب اشکال همینه دیگه. گفتم بهتون یه جایی یه نفر گفت که سوریه‌ای‌ها توی آلمان این ور بودن طرفدار بشار اسد اون ور بود، و به یکشون گفتم خب شما چرا یه کاری نمی‌کنین؟ گفت ما داریم فیلم برداری می‌کنیم ازشون، بعداً پدرشون رو در میاریم در رژیم آینده. بعد یکی از این ایرانی‌ها گفت که خب این نشسته نوبتش بشه پدر اون رو در بیاره، اون یکی بعداً می‌خواد فیلم بگیره پدر اینو در بیاره، همتون که می‌خواید پدر همدیگه رو در بیارین. اتفاقاً در این رابطه یک نوشته خیلی خوبی هست به نام من یک فاحشه هستم، اینا گیر بیارید بخونید. حالا من اگه بتونم براتون میخونم که میگه آمدند و نمیدونم پدرش اینو فروخت و سربازا اینجور و اونجور، بعد این رژیم اومد، بعد اون، تو همه رژیم ها این فاحشه بوده. آخه ما به فاحشه ها میگیم فاسد، این اشتباهه. این خیلی مقاله جالبیه، مقاله کوتاه خوبی هم هست. خب چطور شد ما اینجا توی کمرای دو نشسته؟ روزی لقمان به فرزندش گفت از فردا یک کیسه با خودت بیار و در آن به تعداد آدمهایی که دوست نداری از اونا بدت میاد پیاز قرار بده. روز بعد فرزند این کار را انجام داد و لقمان گفت هر جا که میری این کیسه را با خود هم کن. فرزندش بعد از چند روز خسته شد و با او شکایت کرد که پیازها گندیده و بوی تعفن گرفته و این بوی تعفن مرا اذیت میکند. لقمان پاسخ داد این شبیه وضعیتی است که تو کینه دیگران را در دل نگه داری، این کینه قلب و دلت را فاسد میکند و بیشتر از همه خودت را اذیت خواهد کرد. جملاتی از رز طلایی یا رز طلایی، رز فکر کنم یعنی درخت انگور. بله خب بابو نوشته عالیه، منظورم دوربینی عالیه، فوری هم درستش کرده که یه وقت من خودم فکر نکنم خدایی نکرده برنامه من عالیه، گفته من عالیه، منظورم دوربینه ها، تو نیستی. پزشکان و محققان فرانسه در سال 2020 اعلام کردند این دارو برای درمان مبتلایان کووید 19 مؤثر است. توسیلیزوم بوم 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 دارویی است که از آن برای درمان روماتیسم، بیماری‌های مفصلی و آرترایتیس استفاده می‌شود. استفاده از این دارو همچنین روشی شناخته شده برای سرکوب سیستم ایمنی است تا ببینید گوشم، برای سرکوب سیستم ایمنی است، دقت کنید ها، چون بعض وقتا سیستم ایمنی بدنتون با شما میجنگه. حتی خیلی ها هستن باید هفته یه مثل که سوزن بزنن تو شکمشون که سیستم ایمنی بگن هی با کی داری میجنگی، منم اون فلان اینا. خلاصه این دارو رو که داره تعریف میکنه میگه این برای سرکوب سیستم ایمنی است تا بیماری های مرتبط با روماتیسم در زمان کمتری بهبود بیابند. در گزارش آمده است بر اساس نتایج تحقیقات انجام شده داروی توسیلیزومب
نقش موثری در جلوگیری از واکنش‌های شدید و غیر طبیعی سیستم ایمنی موسوم به طوفان سیتوکین در بدن برخی بیماران بسیار بدحال مبتلا به کووید دارد. دوستان، به این چیزایی که من میگم، به این چیزایی که تو اینترنت میخونین، به این چیزایی که گوگل میگه خیلی اهمیت ندین. یکی از دکترها گفت آقا به دو تا دکتر گوش نکن، یکی نمیدونم چی گوگل، یکی ام دی دکتر، یه چیزی اینجوری مال همین اینترنت ام دی و فلان اینا. خب یک جایی هست اینا رو مینویسه بی امید، اسمش هست بی امید، حالا ناامید بی امید نمیدونم. احمقانه شماره 35. با درود فراوان خدمت هموندان گرامی، سوال احمقانه که برای خردمندان در نظر گرفتم اینه. همانطور که میدونید مردم برخی از کشورها و برخی اهالی مملکت خودمان عدد 13 را نحس میدانند. آیا شما هم به نحس بودن عدد 13 اعتقاد دارید؟ آیا اطلاع دارید چرا عدد 13 نحس است؟ آیا این نحس بودن عدد 13 ربطی به عمر اولاغ که 13 سال است دارد؟ اینم من نمیدونم. سوال خوبیه. و اما این عکس مال یه فیلم خیلی جالبه. بذارید من اریا رو سلکت کنم. کجا رفتین حاجی خانم؟ اینجاست. اوکی، بله اینجاست. حالا که میخوایم سلکت کنیم اون پرواز میکنه، پرواز بدون پرواز. خب احتمالا الان بهتر میبینید. این تصویر معروف از فیلم مالنا زمانی است که مالنا به وسط شهر میرسد و سیگاری بر لب میگذارد تا رسما اعلام فاحشگی کند که چندین دست برای روشن کردن سیگار او دراز می شود. در واقع پیام فیلم این است که دست ها هرگز برای کمک به پاک دامنی دراز نخواهد شد. خیلی جالبه. خود کرده را تدبیر نیست. خیلی ممنون. اگه این شعر کامل ترش هم میگی بگی دیگه بهتر. خب اینم یکی از دوستان فرستاده، بخونیم ببینیم چه. دو سال بعد از سرنگونی محمد رضا شاه پهلوی از جیمی کارتر پرسیدند در کنفرانس گوادالوپ چه گفتی که دنیا با رفتن شاه ایران موافقت کردند. کارتر پاسخ داد به آنها گفتم شما تاب مقابله با ژاپن را ندارید، چگونه دارید با دست خود ژاپن دوم را در خاورمیانه به وجود میارید. این یکی از مزخرفایی که فقط شاه الله‌ها مینویسن و پخش میکنن. بریم سراغ سوالات احمقانه شماره 37. دوستان ما یه سوال داریم که شکر خدا مثل همیشه احمقانه است، اما میتوان به این سوال احمقانه پاسخهای حکیمانه هم داد. با اجازه بزرگترها سوال احمقانه امروز این است: آیا اسم یک خلیج عربی باشد یا خلیج فارس مهم است، یا اینکه این خلیج به چه کسی تعلق داشته باشد؟ من که معتقدم این مهم است که به چه کسی تعلق داشته باشد. چقدر گلوی خودمان را جر دادیم که چرا یکی گفته خلیج عربی. شکر خدا خلیج مال ماست، حتی اگر بگویند خلیج چینی. اینم در رابطه با همین اوضاع و احواله. حتما یادتون هست که چند سال پیش یک جوان عربی آمده بود یه چیزی درست کرده بود و ایرانی‌ها هیجان زده هی می‌رفتن وبسایت این رو کلیک می‌کردن، ترافیکش رو می‌بردن بالا و اون ماجرای بیاین اینو امضا کنین و الا از فردا می‌خوان بنویسن خلیج عربی، بیاین این کنه. بعد معلوم شد کلک بوده. و اما میگمتون این نوشته‌هایی که من می‌خونم باور نکنید، برید تحقیق کنید. مثلا من در رابطه با کارتر مطمئنم که همچین چیزی رو نگفته، چون اصلا اون کنفرانس گواتلوپ هم اول راجع به ایران نبوده. اونو برید نگاه کنید ببینید چه جوری بوده. و الاخر خطاب به مسلمانان خارج از کشور قبل از اینکه در مقابل نقد اسلام آشفته و ناراحت بشین، اسم یک کشور اسلامی رو بگید که تمایل دارید در اونجا زندگی کنید. سوال خوبیه. جولیا گلارد نخست وزیر استرالیا و مسلمانان رادیکال این کشور: برای چه کشور مسلمان خود را ترک کردید و خدای اسلام خود را آنجا رها کرده اید به اینجا مهاجرت کردید؟ برای آزادی، برای عدالت بهتر، برای زندگی بهتر، عدالت اجتماعی، برابری در برابر قانون این کشور و امکانات آن در
کار و آینده بهتر اینجا برای خود و فرزندان، برای آزادی آینده آنان. پس این ادعای برتری نژادی و دینی خود را کنار گذاشته و به چیزهایی که به دست آورده اید، یعنی ما به شما داده ایم و هیچگاه نداشته اید، احترام بگذارید. دوستان، استرالیا تاریخش بخونید ببینید، اونم یه تاریخی وحشتناکتر از تاریخ آمریکا داره، در باره بدرفتاری، کشتار، عقیم کردن، حتی بومی‌ها رو زندان توی قفس و اینها. اینجور هم نیست که این خانم حالا ادعا میکنه. و اما ماکس برگر: I would like to propose a trade. US gives up on. این یه آقایی میگه که من مایلم یک معامله ای رو پیشنهاد کنم. آمریکا وان گلوبال میلیتری هژمونی، بله، میگه آمریکا این هژمونی یا هجوم نظامی که میخواد تو دنیا داشته باشه به همه جا رو ول کنه، بعد در قبالش آمریکا هلتکر، به اصطلاح بهداشت عمومی یا بیمه خدمات اجتماعی، فری کالج فور آل، دانشگاه مجانی برای همه، فری چایلد کیر، کودکستان و اینها برای بچه ها مجانی، گارانتید گود جاب فور آل، شغل خوب برای همه تضمین شده باشه، و مالتی ریشال، مالتی پارتی دموکراسی. میگه یک دموکراسی که هم از نژادهای مختلف هم از حزبای مختلف باشه. خب بابو دوستمون می‌نویسه که کسروی از آخوندها آخوندتر بود. ای قربانت، حالا شما می‌فهمی؟ ما اینجا بعضی وقتا اسیریم با بعضیا که نمی‌فهمن. مثلا یه نفر اتفاقا راجع به صادق هدایت هم اینجا هست، میگم آقا اینا یه سری یا بچه آخوند بودن یا بچه پولدار، که بچه آخوندم در حقیقت پولدار بوده ولی پولشو نشون نمیداده. اینا رفتن یه چیزی یاد گرفتن، تا یه چیزی یاد گرفتن فکر کردن همه چی میدونن. شما نگاه کنی توی این رادیو تلویزیونای آمریکا، فکر کنم من تنها کسی هستم که گاهی وقتی میگم من نمیدونم. آقا همشون تا یه برنامه میذارن فکر میکنن متخصص مقعد و مغز و نمیدونم همه چی شدن، سیاست و نفت و خب اونم دانشمندمون. طرف توی چیز خودش، به اصطلاح معرفی خودش، مینیسه روشن فکر. میگم آقا تو که نمیتونی به خودت بگی روشن فکر، دیگران ممکنه بگن تو روشن فکری، ولی تو میتونی بگی محقق، من دارم تحقیق میکنم، من مثلا دکترم، من پروفسورم، ولی تو نمیتونی به خودت بگی روشن فکر. بعدم یه جا صحبت میکنی، نه به زنا میخوای حق بدی نه به دیگران میخوای حق بدی، هنوز فکر میکنی نژاد ایرانی بهترین نژاده، هنوز فکر میکنی زبان فارسی بهترین زبانه. هی خداده بیدا، استانهای ایران چند امامزاده دارن؟ اینجا نوشته 8167. متاسفانه استان فارس مثل که خیلی داره قرمزه برای به نسبت چیش، 1451. البته یه جا خوندم گوه آقا چقدر خوب بوده ایران، از همون قدیم همه این عربا دلشون میخواسته بیان ایران، بچه هاشونو میفرستادن اونجا. اینم یه عکسی راجع به احمد شاه و پشت سرش میبینید این رضا قلدر اون موقع که یا سردار سپاه بوده یا هر کاری بوده، ولی این احمد شاه خیلی جالبه، میگن آقا رفت فرانسه، گفت من اینجا اگر لبو فروشی کنم افتخار میکنم و نمیخوام، خدا پدر مادرش بیامرزه. این رضا تنبل اینجا، رضا پلوی، این حرفی رو که دو سه هفته پیش زده که آقای شهرام همایون داشت یقه خودشو پاره میکرد، که نه آقا منظورش این نبوده، تا حالا امروز خانم ویکتوریا، دو سه هفته پیش ویکتوریا آزاد میاد میگه بابا اصلا شازده نمیخواد و زنش گوشی تلفن رو از اون گرفته و گفته تو زندگی ما دخالت نکن، اینجوریه. صد شرف، صد رحمت به این، درست میگم این همون احمد شاه، بله. و اما یادتونه وقتی نفت بنزین میخواست گرون بشه که همین بیچاره پوریا بختیاری یا پویا بختیاری تو همون ماجرای بنزین کشته شد. آخه خانم تو بچه تو ور میداری میبری تظاهرات، میگی به شرطی که دستم تو دست تو باشه، بعدم میگی من گاز اشکاور ول دادن یا شلیک کردن رفت تو چشمم، دستم ورداشتم چشمم چی کنم، پسرم رفت بعد جنازه شدیدم. خب شما بردی اینو با دست خودت
چی میگن؟ اونا دام گذاشتن، شما رفتید دامش. البته الان میبینی که گندش بالا اومده، خود اینها افتادن به جون همون شمخانی و نمیدونم نماینده های مجلس اینا. بعدش روحانی اومد که بنابر گزارشاتی میگن 1500 نفر اون روز کشته شدن، بنابر گزارشاتی میگن 200 خورده نفر، حتی آمریکا هم یه برنامه گذاشته بود گفت 233 نفر یه همچی چیزی، که آقا یه نفرش هم زیاده. روحانی گفت والا منم از همه جا بیخبر صبح جمعه خبردار شدم که بنزین گرون میشه. خب این نشون میدی به همون موقع باید اینا استیضاح کنم. ولی حالا در رابطه با یه کلاه چینی هم گذاشتن سرش، میگه والا من از همه جا بیخبر صبح جمعه خبردار شدم که باید عمامه جدید سر کنم. و اما بله همین، ببینید صادق هدایت، جرم جهنمیان سکس و مشروب بود، پاداش بهشتیان سکس و مشروب، آیندگان به سادگی ما میخندن. آقای صادق هدایت، امروز روز جمعه است، من فرانسم که اومدم سر خاکت اومدم، آیندگان به تو میخندن که فکر کردی روشن فکر ما هستی، چه کار کردی به جایی که بیای دو نفر رو روشن کنی، یه مشت کتاب نمیدونم بوف کور و مسخ فلان و زیبایی و فلان نوشتی، کلی دیگرم به خودکشوندن کشیدی، بعدم دو سه بار خودکشی کردی تا بالاخره تو خودکشی هم موفق نبودی، تا بالاخره یه بار دیگه گاز زیاد شد کشتت. باقوش سندیگو میگه 4 اورانگوتان و 5 بونوبو واکسن کرونا مخصوص حیوانات دریافت کردن. میگه این فکر که من میبینم اینا واکسن زدن و من نزدم داره منو دیوونه میکنه. شخصی میگفت از نماز جماعت صبح به خانه برگشتم، جماعتی را دیدم که قصد داشتن گاو نری را به زور سوار ماشین کنند و گاو مقاومت میکرد. ولی همون موقع نماز صبح، اون موقع ایران تاریکه، ولی تشخیص داده گاو نره خیلی گاوشناس بوده. من جلو رفتم و دستی به پیشانی گاو کشیدم، گاو مطیع گشت و سوار ماشین شد. من مغرور شدم و پیش خودم گفتم این از برکات نماز صبح هست. وقتی به خانه رسیدم دیدم مادرم گریه و زاری می کند، علت را جویا شدم، گفت گاو من را دزدیدند. آری دوستان، گاو مرا شناخته بود ولی من گاو را نشناختم. خدایش با وجودی که داستان جالبیه، من نفهمیدم این منظور این طرف چیه، میخواد چی به ما بگه. شما اولا رفتی نماز، بعد اومدی 4 نفر دارن با یه گاوی زور ورزه میکنن، تو چه کاره هستی میری وسط، بعد دست کشیدی رو پیشونیش اون رب، بعد حالا اومدی فهمیدی گاو خودتون بوده، گاوه تو رو شناخته، تو اونو نشناختی، حالا چه کار باید بکنیم ما؟ ببو باید چی کار بکنه؟ این آقای اکبرخان اکبری شیرازی باید چی کار کنه؟ سعید که اومده نشسته اینجا بعد یه هفته سربی مزخرف بگه باید چی کار بکنه؟ نمیدونم. سوال شماره 39 جالبه. با سلام و احترام خدمت دوستان، خدمت رسیدم تا یک سوال احمقانه دیگر رو با شما در میان بگذارم. دوستان، به اعتقاد شما دنیا را علم به سوی نابودی میبرد یا جهل؟ خودش زیرش نشته من معتقدم دنیا را علم به سوی نابودی میبرد. شما نظرتون چیه؟ و اما این هم واکسن زد، او هم واکسن کرونا را زد، شما چی؟ خب اینو بارها نشون دادم دوستان، این هر کی این کاریکاتور کشیده کار خیلی قشنگی انجام داده. نوشته هر کسی ازتون پرسید چرا آمریکا برای سقوط آخوندها اصراری ندارد، این عکس رو بهش نشون بدید. و واقعا درسته، اینو باد میکنن ولی پمپش زیر پای آمریکان، و آمریکا هم اینجا یه میز چیده، بذارید بزرگتر بهتون نشون بدم، پر اسلحه برای فروش به کشورهای عرب و همسایه. این هم از این، نگاه کنید قشنگ، دنبال کنید، این میاد میره اینجا و الی آخر. خب بریم بعدی ببینیم چیه. این عکس ها هر کدومش یه سایزه، چون هر کسی از هر جایی، ما باید یه پروگرامی داشته باشیم اینا رو همه رو یه اندازه کنه فیت کنه. متاسفانه تا امروز، قبلا این کارو میکردم، خودم نگهشون میداشتم، سایزشو با اینا یکی میکردم، ولی دیگه الان حوصله‌ام کمتر شده چون باید بیشتر کار کنم.
حمایت نمیکنید دیگه. آن کس که بداند و بداند که بداند، اسب خرد از گنبد گردون بجهاند. آن کس که بداند و نداند که بداند، بیدارش نمایید که بس خفته نماند. آن کس که نداند و بداند که نداند، لنگان کارک خیش به منزل برساند. آن کس که نداند و نداند که نداند، در جهل مرکب ابد و ده بماند. این رو هم هممون شنیدیم. و اما اینا چی میگین دوستان؟ ما بهترین نژاد هستیم. این قسمت اولشه، من قسمت دومش قبول دارم از در عقب. خب این یه ویدیوی خیلی جالبیه، یه بار نشون دادم، بازم چون ایام عید و سیزده بدر و اینها هست بهتون نشون میدم. اگه واکسن گیرتون نیمده و مایل هستید که خودتونو با داروهای دیگه هر کی هر چیزی تجویز کرد برید مداوا کنید، گوش کنید به این همشهریم. همدان عزیز بس کلمت میاد بو شیط زردن استفاده داره. آفرین گت گرم پیلمت دیچ. اما ببخشید خاصیت این چیه؟ خاصیتش چی خاصیتی داره؟ این؟ آره ویروس رو از رمی داره. خب تجربه کردی؟ آره دیگه چی کار میکنه بگو نه؟ کارونه رو از بین میبره. خب اسمش چیه؟ اسمش این به شکل برگرد چی؟ کد خره. آها کد خره. شما دکتر چی بودید؟ دکتر ببخش اسمش چی بود؟ من دکتر عباس حسینی هستم. متخصص؟ متخصص. متخصص چی؟ دکتره دیگه. اینو تجربه کردی بر؟ آره. خب بزن برم یه دونه. اینا کنره رو از بین میبره. چی رو از بین میبره؟ کنره. کنره. آف بینم بس بازم بگو. کنره رو از بین میبره. ویروس رو از بین میبره. ویروس چیه؟ ویروس دیگه. اسم ویروس چیه؟ کنره. آف بینم داری. بزن یه دنه بزن. بس دیگه نه؟ خب بریم بعدی. این به نظر من خیلی مهمه دوستان. اگر شما این نوشته رو میبینید اینو اینایی هست هی دروغ میگن سردر سازمان ملل. من یه مدت دیگه میخوام بگم شما برید نگاه کنید سردر سازمان ملل اینو نوشتن. اگه شما این نوشته رو میبینید آگهی خودتون رو به تلویزیون مردم بدید و دیگران هم این آگهی رو خواهند دید. اینقدر دروغ گفتن که آقا همینجوری که نوشته بالای سر ما هر جا رفتیم این سازمان ملل نگاه کردیم. بعدن معلوم شد یه قالی، اینم همین نظریف اون قبلی خرازی و اینها آوردن دادن به سازمان ملل، گوشه این قالی این شعر نمیدونم سعدی و اینها رو نوشته. اون وقت ببینید دروغات چقدر بزرگ به کجا رسید و علاقه. یه عکسی بهتون نشون میدم، این عکس خیلی جالبه. اجازه بدین کامرای سه رو براتون روشن کنم. یه گوساله‌ای وایساده میخواد از سینه مادرش، پستان مادرش، گاهی وقتا میگن نگید سینه بگید پستان، گاهی وقتا میگن نگید پستان بگید، ما که گیج بودیم گیجتر شدیم. بذارید این عکس رو براتون کامل بزرگتر نشون بدم. گرچه خب میدونید که این روزا توی این به اصطلاح مزرعه‌ای که شیر و اینها تولید میکنن و اینها اتوماتیک با این دستگاه برقی این گاوا رو میدوشن و این گوساله وایساده که اونا شیر بدوشن. حالا احتمالاً بعد از این چند قطره هم گیریم بیاد. یا این رو هم در رابطه با همین ماجرای چین و ایران و اینها من دیدم که پخش میکردن. خب سیگنال ورسس تلگرام، واتساپ، فیسبوک مسنجر، what data does each app collect from. آها دوستان این خیلی جالبه. اینایی که پروگرام‌های مختلفی دارن هی به اینا اونم میگن آ تو واتساپ نداری؟ میگم نه آقا من همین فیسبوک و ایمیل و اینا برام بسه. میگه نه آقا بذار. ببینید دوستان الان یه پروگرام دیگه ای هم اومده به نام سیگنال. میگه سیگنال اینقدر، البته نوشته نان، یعنی هیچی ازتون اطلاعات جمع نمیکنه. تلگرام کانتکتاتون رو برمی داره و یوزر آیدی و اینها،
واتساپ رو نگاه کنید دوستان، این که میذاره شما از صبح تا شب به دوستاتون تو دنیا مجانی زنگ بزنید، این همه میگیره. حالا اونو بذار کنار، فیسبوک رو نگاه کن ببین چقدر اطلاعات از شما میگیره. اینی که مجانیه حقیقتا مجانی نیست. اونی که میگه فیسبوک قرار پولی بشه، لازم نیست پولی بشه. اینا از روز اول پول میساختن. من و شما هستیم به عنوان یک آیتم، یک جنس در اومدیم. هرچی این جنس ها بیشتر باشه، به اصطلاح اونم پول بیشتری میسازه. بابو میگه احمدشاه این حرف را در رابطه با قراردادی که انگلیس خواست به ایران تحمیل کند و زیر بار نرفت و گفت ترجیح میدهم در بازار سبزی بفروشم و این خیانت را به ملت ایران نکنم. حالا ببینید تعریف قاجار ما چی شنیدیم، تاریخ چی بوده، این پهلوی ها چجوری دروغ گفتن و خودشون چه کار کردن. این کی بود میگفت آقا رضا شاه که این ورا داد اون ورا داد اون ورا داد، نمیدونم یکی از اینا که مصاحبه میکردن با آهان، یه آقای زنگ میزنه با نوریزاد، گویا این آقای خبرنگاره، اینو فرستادن میگه آقا رضا شاه این ورا داد به نمیدونم افغانستان، اون ورا داد به، خلاصه دست به دادنش خوب بوده. خب این خیلی جالبه، میگه وقتی میبینیم ماشین UNHCR مؤسسه دفاع از حقوق کودکان را یک کودک 12 ساله میشوره، باید درک کنی که این جهان پر از دروغ و درویی است. و اما این هم از همین انشاهایی که از ایران مینویستن و هر روز شما میبینید، معمولا هم بچه ها اینا رو ننوشتن، پدر مادرهاشون نوشتن، ولی حالا با هم میخونیم ببینیم که چه خواهد شد، یا شاید اصلا بزرگش کنیم اینجوری که شما هم ببینیم منم بتونم بخونمش. خب یک لحظه، این تنظیما رو مثلا تلویزیون های درست حسابی کجا بود، این اینشا رفتش، اونا خودشون طرف چیز میکنه. چرا من تا اینو میارم این در میره، سلکت ایریا، بله بازم رفتش. خب چیکار کنیم، براتون میخونم دیگه، قبول کنید که اینه. بله، انشا، اگر شما جای بزرگترها بودید کدام کار آنها را انجام نمیدادید؟ نمیدادید نوشته نمیداد. اگر من جای پدرم بودم اخبار نمیدیدم، اگه جای مادرم بودم کانال و پیج دکوراسیون نمیرفتم، اگه جای معلم بودم به بچه ها تکالیف زیاد نمیدادم، اگر جای نماینده مجلس بودم سیلی به صورت سرباز نمیزدم، اگر حسن رئیس جمهور، اگر من رئیس جمهور بودم چیزی را گران نمیکردم، اگر رئیس قوه قضاییه بودم وعده نمیدادم، با فساد مبارزه میکردم، و اگر رئیس مجلس بودم اینقدر از روی برگه نمیخواندم، کمی با فکر خودم صحبت میکردم. اینم باز از هم مزخرفایی که آدم میگه خب حالا شما نوشتی چیکارش باید بکنی، و این کسایی که می نویسن این رو یک دانش آموز نوشته، خب وقت تو باید از خودت خجالت بکشی، دانش آموزه اینو می نویسه و من توی احمق همش سرمون توی من نمیدونم مجبورن. خب کسی یه برنامه گذاشته بود، نمیدونم همه عکس‌ها رو نشون دادم یا یه برنامه گذاشته بود، من و تو و اینها، بچه‌ها چیز میکنن، ویدیو پر میکنن میفرسن، اصلا معلومه که مامان باباهای کمکشون کردن، یه چیزایی بچه میگه که اصلا بلد نیست بگه. خب بذارید من این اسکایپ چی میگن اسکیپ رو بزنم، نمیدونم چرا همه عکس‌ها رو نشون نمیده، دفینیتلی باید یه روزی بیام این عکس‌ها رو جمع کنم. و خب این چیه، این یکی هم نوشته یک خوردن نوشابه، مادر من هیچ نمیدار من نوشابه بخورم، اگر جای آن بودم میذاشتم پسرم نوشابه بخوره، سختگیری نکنید مادر پدرها. همین مزخرف اصلا اینا بی خود، حیف وقت آدم که با اینا تلف بشه. خب دوستان عزیز، من امروز میخواستم یه ساعت برنامه داشته باشم، فعلا 94 دقیقه برنامه گذاشتیم و یه چند تا عکس هم قدیمی بود، یکی اون عکس خانمی که به عنوان فعال حقوق بشر میره با این بیچاره ها عکس میگیره ولی لبخند میزنه که من نمیدونم لبخندش چیه، خیلی عکس و چیزای دیگه دارم
این عکس آقای نوریزاد هست که محمد نوریزاد در سالن مراقبت زندان اوین خودزنی کرد. شما ببینید اون دوستی که من میگه خب آقا من چی کار کنم، خب زندانی که خودزنی میکنه این کمک به کی میکنه؟ کمک به زندانبانه میکنه. بعدم کسی که تجاوز میکنه، کسی که میکشه، کسی که میزنه، میترسه از این که حالا این مثلا بالای چشمش خونی شده؟ خب پول جدید ایران رو پیشنهاد میکنن آرمش این باشه، میدونید که قرار 4-0 ازش کم کنن، ولی یه نفر این رو کشیده میگه برای 100 تومانی یا 1000 ریالی، بله این سطلای آشغاله و یه نفر تا کمر رفته توی این سطلهای آشغال. به راستی چند نفر از شماها فامیلتون سرش توی سطل آشغاله؟ تماس بگیرید، کمکشون کنید و اینجا به جایی که به همدیگه پوز بدیم و مهمونی های بزرگ و 30-40 تایی بذاریم، ماهی یه چیزی به اونا بدیم. حالا واتساپ و فیسبوک بیاد تا صبح من خودم بهش اطلاعات به چه دردش میخوره. نه آخه شما اینجوری فکر میکنی، منم همین فکر میکنم که عکس من به چه دردش میخوره، ولی اونا در مجموع یه چیزی ساختن که از همین به چه دردش میخوره میفهمه که تو این منطقه چه شیری استفاده میکنن، چه پنیری استفاده میکنن. بعد به سوپرمارکت میگن میخوای ما به تو آمار بدیم که چه چیزایی رو بخر اینجا؟ به این سادگی نیست. نه که من و شما ساده هستیم، شما چهار خدمت کردی، منم بغل دستت بودم دیگه، هوا برد. آدمای ساده هستیم، همه چیز رو ساده ببینیم. من خودم فکر کنم این دوربینه منو چاقتر نشون میده. طرف گفت آقا ما که تو تلویزیون هستیم دوربین 10 پوند وزنمون رو زیاد میکنه. گفت آقا چند تا دوربین رو شما هست که اینقدر ماشاءالله چاق هستی؟ فکر میکنم این دوربینه منو چاقتر نشون میده. یا شاید برم عقبتر، دیروز بود این یکی از نمایندگان مجلس نشسته بود برنامه اجرا میکرد، بعد که تموم شد خواست برنش بره، با شورت بود، بعد حتی ببخشید اینو میگم حتی معلوم بود که آلتش کدوم طرفه، که این استیون کولبلر میگفت که معلومه که آلتش هم سمت راست میذاره و میگفت مواظب باشین وقتی برنامه دارین، این روزا همه از خونه و اینا، مواظب باشین که چه چیزایی یه دفعه نشون داده میشه. خب اون گاو رو نشون دادیم، اینم نشون بدیم. چون الان باز قبل از انتخاباته، یه مقداری تو ایران دارن شل میگیرن که مردم هم قشنگ به اصطلاح دوباره همون ماجرا، همون کاسه. ببینید الان خانما میتونن دوچرخ سواری کنن. یه بار دیگه بهتون نشون میدم کمرای 2 یا 3 دوتاش. بله، ولی بگذره انتخابات اون وقت نمیدونم که میتونن یا نه. این عکس رو من قبلا هم نشون دادم ولی یه بار دیگه نشون میدم و این همون چیزیه که من بارها گفتم و اون دوستمون بیننده ایم که از برلین، اون خانومی که زنگ زده بود یا از آلمان یه جاییش، بذارید همینو باور داره. خب اوکی، ما دیدیم به این مادر ظلم شده، عینک نداره، ولی تو که ازش عکس گرفتی آیا یه عینکی براش خریدی؟ یه پولی بهش دادی؟ خب سعید میگه که یه سال خوردی و خوابیدی در خونه به خاطر کووید، حالا میگی مقصر چاقی دوربین فیلمبرداری هست؟ دست بردار کاکو. من حقیقتا 2 پوند اضاف شدم از مارچ 2020 تا اپریل 2021، ولی برای همین 2 پوندم باید یه کاری بکنم. راست میگی خوردن و خوابیدن. خب از این دوربین خوشتون اومد، از این برنامه خوشتون اومد، از این نور خوشتون اومد، بذارید یه چند تا چیزم براتون بذارم اینجا. اینا رو گفتم اگه از اول برنامه بذارم ممکنه شما هم چون مثل من پیروپاتال هستین سرگیجه بگیریم. بهتون گفتم یه دفعه یه بیننده ما داشتیم واقعا قرار بود بیاد اینجا برنامه داشته باشه، ولی هی زنگ میزد میگفت این شرط، گفتم آقا اینجا هیچ شرطی نداره، اینجا شما میای حرف میزنید، طرف گوشی رو برمیداره فوشت میده، اگه میخوای فوش نخوری گوشی رو برندار. بعد اینجوریه، یه چیزی میگی من میام خودم یقتو میگیرم. خلاصه این کره زمین رو ما میتونیم اینجوری چرخان نشون بدیم. این خوبه یا اعصابتون خرد میشه؟ چیزای دیگه‌ای هم هست که حالا در برنامه‌های آینده نشون میدیم.
ولی به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. بذارید برگردم به اون اولی، پلیر یک، و بیایم اینجا یه لحظه ببخشید. اینجا هستیم. خب منم بنده اهل بیت، نیستاینده خاک و پای وسیع. این مثلا نمیفهمم مال چیه، یکی فرستاده مال فردوسیه با مجسمه فردوسی، من وقتی نمیفهمم توضیحیم نمیدم. بیوگرافی غلامرضا سرکوب بازیگر و همسرش سیمین سرکوب دوبلور، علت فوت غلامرضا. این خیلی جالبه، من از این نظر میخوام این نشون بدم که بعضی از این دوستان وقتی یه جمله می نویسن خودشون نمیخونن، ببینن طرفی که میخواد اینو بفهمه باید چی بفهمه از این جمله. نگاه کنید، نوشته که آقای سرکوب و همسرش سیمین سرکوب، بعد نوشته علت فوت غلامرضا سرکوب. درست ممیز زده، ولی خب چرا همه اینا رو تو این جمله کرده؟ بیچاره هر کی میخونه فکر میکنه این خانمه باعث فوت غلامرضا سرکوب شده. بنده نه غلامرضا سرکوب میشناختم نه تو هیچ فیلمی دیدم، هرچیه اگه خوب بوده که یادش بخیر، اگرم بد بوده همون بهتر که مرد و رفت. خب و اما هی میگم برم، باز دلم نمیاد شما رو ول کنم به حال خودتون. بذاریم ببینیم چیه. اینم یک باز چی میگن، روزنامه قدیمی، که اجازه دیم من اول صفحه رو بزرگ کنم، اصلا بذارم همه این صفحه رو نشون بدیم، اینجوریش کنیم از این ورکی. اوکی، کامرای سه اینجوری فکر کنم بهتره، مشکل حل شد. آها ببینید، بله نگاه کنید، این مالکیه نمیدونم، زمین خاران پر اشتهای شیراز به بلعیدن کوها مشغولن. نوشته دوشنبه 5 اردیبهشت ماه 2536، احتمالا سال 56 قبل از انقلابه. بعد نوشته به بلعیدن کوها مشغولن. الان فکر نکنید فقط آخوند این بالا شما نمیبینید. چرا من که همه صفحه رو چیز کردم، چرا اینجوری شد؟ یک لحظه دیگه من یه بار ناشیانه عمل میکنم. آها من همه صفحه کامپیوتر رو باید به شما نشون بدم تا اون خونده بشه. کجا بود کجا بود کجا رفتی؟ روزنامه اینه. خب بیا دیگه تا هم عجب. اوکی بازش کنیم ببینید اون بالاش چرا هنوزم پیدا نیست. بالاش هست، خلاصه نشته زمین های پرشته های شیراز به بلیدن کوه، زمین خاران، ببخشید زمین خارانه. نمیدونم چرا اون قسمت رو نشون نمیده. آها درست شد، روی کمرای دو بوده، ببخشید. میبینید حالا زمین خاران پرشته های شیراز به بلیدن کوه مشغولن، گندم جنوب به علت لاغری روی دست کشاورزان مانده است، نصف روز مردم اصفهان به خاطر گوشت به هدر می رود. اینایی که هی می فریسن گزارشگر خوب من و تو، یکی از اینایی که اونجا نشسته انصاف نداره بگه آقا کمبود گوشت، کمبود مرغ، کمبود برنج قبلا هم بوده، حالا بدتر شده، و چون یه سیستم بدتری اومده جانشین بد شده، پس انتظار بهتر شدن نباید داشته باشی. سوربی از همه چیز، از همه چیز اون عکس بگذر، چرا کسی فامیل خودش رو میذاره سرکوب؟ منم میخوام فامیل خودم را بکنم کتک و مشت. حالا این سرکوب نمیدونم چی بوده که تام بلایی هست. آها این خیلی جالبه، این آقای پاسدار چیه نمیدونم، لباسش نیرو هواییه، اومده میخواد مصاحبه کنه، این آقای نشسته و یه یادداشتی رو گرفته که این به اصطلاح ازش بخونه. خب حالا اینم این همه ستاره داره، من نمیدونم این 4 تا ستاره است، 1 و 2 و 3 و 4، اون وقتا 3 تا ستاره که داشتی میشد سروان، بعدش میشد یه قبه بهش میگفتن سرهنگ 2، 2 تا قبه سرهنگ 1، 3 تا قبه سرهنگ تمام. انقدر به اینا چی میدن که آدم نمیدونه. و
نقاباشون هم که تا دلت بخواد. در اصل ببینید این نشسته اینو گرفته جلوش که براش بخونه. حالا در همین رابطه یه آقایی حتما شما هم دیده بودید، آقای ناصر ممقانی پولی، این دیروز یه برنامه‌ای داشت برای منم میفرستن دوستان و دیدم که یک خانمی نشسته، حالا یا دوربین دستشه یا هرچی، اون بنده خدا عکسش هم میافتاد تو همین دوربینی که این داشت نگاه میکرد. حالا بذار من ببینم میتونم پیداش کنم. آها اینه، نگاه کنی. این آقای ممقانی، آقای ناصر پولی ممقانی، آدم بسیار جالبیه، از اوناییه که انقدر هیجان زده میشه که خودش هم نمیدونه میخواد، من نمیدونم چرا این عکس هی میاد هی میره میپره. چرا میپره نمیدونم. خلاصه اینا دقت نمیکنن، خودشون فیلم رو نمیبینن، به یکی نمیگن که شما بیا این فیلم رو نگاه کن یه لحظه. امیدوارم حالا دیگه نپره. شما میبینید دیگه نه، بین این همه عکس ها سلکت ها نمیبینه، تا این منو میبینید. با دقت نگاه کنید دوستان، این آقای ممقانی اول اومده بود این تلویزیون رو روشن کرده بود، سرود و فلان اینها، بعد که داشت حرف میزد نگاه کنید یه زن نشسته اینجا، یه کاغذ گرفته، یه دوربین هم گرفته، باز دو تا سه تا دوربین اینجاست، یکیش مال خود ممقانیه، روبروش عکسش. خلاصه آدمای جالبی هستیم، یعنی اگر نماینده مجلس بلند میشه شورتش پیداست، ما هم چی بگم والا. این عکس هم نمیدونم کی برای من فرستاده، ولی نشون میده که خانم ها ببین چگونه واقعا بچه رو باید بغل کنه، سرانداز سرش باشه، حواسش به اون بچه باشه، دستش هم حتما خرید کرده داره میره منزل، و واقعا شیم یا خجالت، ننگ بر این کسانی که میگن باید حجاب اجباری باشه، باید میذاشتن خود مردم تصمیم بگیرن. و این چیه، یه تیکه پارچه کثیف هوا و خاک بیرون همیشه میچپونن توی دهنشون، با چادره رو بگیرن. خب آهان، راجب استرالیا داشتم بهتون میگفتم، این عکس رو با دقت نگاه کنید. من حالا نمیدونم این عکس واقعی ساختن یا نه، ولی بعید میدونم که یه پسر بچه ای رو اینجوری کرده باشن تو قفس. اگه قفسی هم بود باید بزرگتر باشه. البته این روزا با فتوشاپ و اینا، این بغل هم یه چاه هست میبینید، نمیدونم. ولی راجع به قفس و استرالیا و اون کشور دیگه هم، حتی کانادا و اینها حرفای زیادی هست، برید یه کمی بخونید و آگاه بشید. و اما ایرلند، یه مدتی ما فکر کردیم که آروم شده، ایرلند و انگلستان میدونی همیشه شلوغ بود و اینها، حالا یک اتوبوسی رو دیروز هایجک کردن، هایجک یعنی دزدیدن، رو بودن و بعدم آتش زدن. دوستان همینجا دیگه با شما خداحافظی میکنم، 12 دقیقه دیگه مونده به ساعت 4 ویدیوی آقای حسن ارشاد و شماره 314 رو نشون میدم. امیدوارم که تا آخر پخش بشه. اگه تا آخر پخش نشد سعی میکنم به مجرد این که اون ایشون ویدیو رو برای من بفرسته، منم توی پلیلیست بذارم. یادتون باشه ما رو از 4 جا میتونید تماشا کنید، از یوتیوب، از صفحه فیسبوک خودم و فیسبوک مردم 5 جا، از مردم tv.com و از تویچ. تویچ هم اگر برید میتونید چیز کنید. ضمناً اون روز گفتم که شما ما رو میتونید روی این چیزا داشته باشید، یکی گفت آقا من رفتم نگاه کردم اپ نیست برای مردم تیوی، اپ هست برای صدای مردم و اینها. نگاه کن دوست عزیز، لازم نیست اپ داشته باشی، همین مردم tv.com که من براتون میفرستم، شما همینو بذارش به عنوان عکس روی چیز، چون این زیر از شما میپرسه. وقتی شما تو صفحه هستی میگی میخوای با این چه کار کنی، شما میگی که من میخوام اینو مثلا به عنوان روی صفحه اصلیم بذارم و الی آخر. وقتی هم روی صفحه اصلی گذاشتی، این درسته ما اپ نساختیم، پولشو نداریم، 100 دلار 200 دلار باید داشته باشیم بدیم به یکی، نداریم، ما میگیم نمیخریم، التماس هم نمیکنیم. anyway بعد میایین اینجا، این برنامه الان داره پخش میشه، این مال قبلیه، ببخشید.
این مال قبلیه. ببینید الان این آقای سربی خوشتیپ داره براتون توضیح میده که چگونه اینم میزنی صداشو باز میکنی. صدا باز شد یا نشد؟ باید بزنی روش تا میوتش باز بشه. در صورت خیلی ساده شما میتونید خود آدرس وبسایت مردم tv.com، از تون خواهش کنم از امروز تا جمعه آینده حداقل روزی یکی دو بار سر بزنید تا ما بتونیم یه شماره داشته باشیم و ببینیم از کجای دنیا هست. بله، چرا واتساپ و اینها جاسوسی کنن؟ ما هم میخوایم جاسوسی کنیم ببینیم بیننده هامون کجا هستن. و اما سرکوب، آقای سرکوب کتک خور فیلم ها بود و نقش نامردی بازی میکرد، نقش های نامردی، جلال عنایت بخشی، نریمان، علی آزاد، اون وقتا یه مشت کتک خوری بودن، یدی و اینا بیچارا. من یادمه یه دفعه رفتم تهران، داداشم توی خیابون چیه لاله‌زار، بعد سیب زمینی آب پز میفروختن، بعد داداشم گفت اینا رو نگاه بکن، نگاه کردم گفت میشناسیشون؟ گفتن ای ها اینو میشناسم. گفت اینا همشون همه هنرپیشا هستن، تو تئاتر و این ور ور ولون و بیچارا حتی پول ندارن یک خوراک درست بخورن، مجبورن سیب زمینی آب پز و اینا بخورن. ولی هنرپیشایی هم بودن مثل فردین توی هفته 3 فیلم بازی میکرد، نه 3 فیلم تموم میکرد، یادتون باشه. 6 روز در هفته کار میکرد، یه روزش هم برای فامیلش بود، 2 روز برای این تهیه کننده، 2 روز برای اون تهیه کننده، 2 روز برای اون تهیه کننده، و برای هر فیلمی 300,000 تومان پول میگرفت. 300,000 تومان اون موقع حقوق معلم و کارمند نقل 1,000-1,500، دبیرای با سابقه و اضافکار و اینا 3,000 تومان بود، ولی فردین 300,000 تومان دستمزدش بود. اون وقت از اون برم اون کتک خوره اونجوری. دوستان عزیز ممنون و متشکرم که با تلویزیون مردم بودید. لطف کنید حمایتتون رو بیشتر نشون بدید تا ما دیگه مجبور نشیم بنویسیم ما ز یاران چشم یاری داشتیم. و خوشحالم که برنامه امروز بهتر از هفته قبل بود، اینا رو بیشتر یاد بگیرم، بهتر میتونم ازشون استفاده کنم. و همین دیگه، گفت اگر بار گران بودیم رفتیم، اگر نامهربان بودی رفتیم. خب مرسی، متشکرم، آخر هفته خوبی داشته باشید. پس بریم که رفته باشیم با آگهی پتیک، برنامه رو به پایان میبریم. چیه؟ پلیر 3. یه بار دیگه براتون میخونم، ایشون توی لس آنجلس هستن، پتروس 5 ستاره در 5 رشته نجاری، کاشیکاری، نقاشی، لوله‌کشی و بتن، 7 روز هفته 7 صبح تا 7 شب به 3 زبان فارسی، انگلیسی و ارمنی صحبت میکنه با لایسنس یا اجازه کار، باند، بیمه و 30 سال تجربه. تلفن 818-209-6052. لطفاً پیام بگذارید. مرسی.